بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز چهارشنبه است. No network connection. والا دیگه ما نمیدونیم چه کانکشن شما احتیاج دارید. بله، اونجا میگه لایوه، اونجا میگه no network connection. خودشون هم دیگه دستگاه ها گیت شدن. اجازه بدین که ما این برنامه ویدیویی رو از صفحه شخصی خودمون به صفحه دوستان هم در مردم تیوی به اصطلاح منتقل کنیم و اونها هم لطف کنن با دیگران شیر کنن یا منتقل کنن. و اما امروز چهارشنبه 13 دسامبر و برابر است با 22 اگه اشتباه نکنم. بذارید ببینم، یکم تاریخ ها رو قاطی کردم. این ماجرای دو تاریخی هم خیلی به ما اذیت میکنه. بله 13 بذارید جمعه، آها 22، چهارشنبه 22 آذر، بعد از آذر میشه دی، بهمن، اسفند، یعنی هنوز 9 دیگه، 8 دیگه به زمستان باقی مونده. ولی ما اینجا هم یه دونه برف داشتیم، هم یخبندان، و دیروز هم به شدت سرد شده بود که تمام لوله‌های آب، شلنگ آب، اینها بیرون یخ زده بود و میگفت که خیلی ها مواظب نبودن، ترکیده و اینها. بهترین کار اینه که یکم شیر آب رو باز کنید، بذارید قطره قطره بره، چون جریان آب وقتی که در حال عبور باشه یک جان نمیمونه که سرد بشه یخ بزنه. البته دیگه اگه یخ زده به قول آمریکایی‌ها تو لیت، برای این کار دیگه دیر هست. بعد از برنامه خودم یک مصاحبه هست که خانم بنی صدر، این ماجرای ایرانی ها هم که ما هنوز نمیدونیم فامیل شوهرشون رو بگیم یا فامیل خودشون رو بگیم. تا اونجایی که من میدونم توی ایران هنوز وقتی کسی ازدواج میکنه فامیل شوهرش رو نمیگیره، مثل اینجا نیست فوری بلند شه بره تو دی ام وی فامیلش رو عوض کنه. و خیلی خنده داره، پاسپورتش، شناسنامش، اینا به یه اسم دیگه است. وقتی ازدواج کرده اون چیزا به یه اسم دیگه، یه کمی هم دردسر ایجاد میکنه گاهی وقتی برای اینها. و خانم عزرا حسینی، شنیدم بعض وقتا میگن عزرا حسینی، حالا کدومش درسته؟ همون مسئله که زدم، گفت استاد ادبیات آمد در دانشگاه و یکی از دانشجوها ازش سوال کرد که استاد گمان درسته یا گمان درسته؟ گفت به گمانم هم گمان درسته هم گمان درسته، ا او درسته. در صورت یک مصاحبه هست روی اینترنت و اینها که 2-3 قسمت هست و خانم عزرا حسینی همسر آقای بنی صدر صحبت میکنن و برای من خیلی جالب بود. اول همون سلام علیک و احوال پرسی که ایشون تعریف میکنه که توی فرانسه زیر اون درخت سیب در محل معروف نوفل لوشاتو یا نوفل لوشاتو، اینها هنوز به قدرت نرسیده سر قدرت با هم دعوا داشتن. بعد میگه که آقای بنی صدر به من گفت که ما داریم میریم ایران و اینها، شما منزل رو بفروش، یعنی نشون میده اینها تو پاریس خونه داشت. بعد میگه که من نفروختم، گفتم حالا شاید ما رفتیم ایران و نشد و خواستیم برگردیم یه خونه ای داشته باشیم. یادم میاد سالها پیش وقتی که ما اون چیزای ایران، فرهنگ خرید و فروش، معامله و اینا تو ایران تو مغزمون بود، ما آمدیم اینجا یه ماشین کهنه داشتیم، عاجز شده بودیم دیگه از دست این ماشین کهنه، گفتیم بریم یه ماشین نو بخریم. وقتی رفتیم ماشین نو بخریم، اولی که میای آمریکا میترسوننت، میگن اگه شرکت باز میکنی شرکت رو سهامی کن که تو مسئول نباشی، اگه شرکت ورشکست شد نیار خونت رو بگیرن فلان. حالا ماها که اصلا خونه ای نداریم، ما اجاره نشین بودیم اینها، با همه اینها یه پولی میدی به وکیل و شرکت سهامی با مسئولیت محدود درست میکنی اینها. بعد رفتیم یه جایی ماشین نو بخریم،
اون آقایی که سلزمن بود گفت این ماشین اینو و اینو و اینا، بعد شما رو میدن دست نفر بعدی که پوستو اون بکنه به قول معروف. خداییش حالا ما این قدم نق میزنیم، ولی اگر اینا نبودن کدوم یک از ماها میتونستیم پول ماشین نو داشته باشیم بریم یه ماشین نو بخریم؟ همین بانکایی که اینقدر نزول میگیرن، همین شرکت های فاینانس کامپانی و اینها، همین دیلرها، ماشین فروشا، اگر اینجوری با ما معامله نمیکردن هیچ کدوم ماشین نو نداشتیم. هممون یه مشتی ماشین قرازه مثل مراد برقی کنار جاده باید همدیگه رو هول میدادیم. یادم میاد یه خانمی بود، الان موقعم خیلی پیر بود، مثلا 30 سال پیش، یادم رفته دیگه اسمش، اون وقتا اسمش یادم بود، چند بارم تو برنامه ها گفتم. گفت که خب مبارک، میخوای ماشین بخری؟ گفتم بله. گفت بهترین کار اینه که آدم ماشین نو بخره، وقتی نمیتونه و نداره خب همون با ماشین کهنه مجبوره، ولی وقتی میتونه باید ماشین نو بخره. خب حالا شما چقدر پول میذاری داون پیمنت، یعنی چقدر پیش قسط میدی؟ گفتیم مثلا 1000 دلار. گفت بسیار عالی، اگه میخوای میتونی هم هیچی نذاری. گفتیم نه الان دیگه 1000 دلار میذاریم که زیر خجالت شما نباشه. خلاصه گفت که خب به نام کیه ماشین؟ گفتیم به نام شرکت. گفت خب به نام شرکته، شما خودت و همسرت هم باید به اصطلاح ضمانت کنی این ماشینو. گفتیم نه دیگه به نام شرکته. گفت که چند سال آمریکا هستی؟ گفتم 2 ساله. گفت این در ببند. ما هم در بستیم. گفتیم نکن آره، خدای نکرده این خانم پیرزنه به ما نظری داره. در بستیم نشستیم. گفت به نظر میاد آدم صادقی هستی، من میخوام یه درس کوچولو بهت یاد بدم که این درس شما رو موفق میکنه تو آمریکا. گفتیم بفرمایید خانم حسینی. ما آمدیم پلو آقای بنیسر، یه 2 ساعتی هم اونجا بودیم، چایی و اون شیرینی ها هم خوردیم و اینها، ولی شما بالا بودی یا هر جا بودی افتخار آشنایی و ملاقات با شما رو نداشتیم. در صورت خوشحالم که از طریق این ویدیو با شما آشنا شدم، به نظر میرسه خیلی خانم متین و محترمی هستی، ولی بذارید درسی رو که اون خانم آمریکایی به من داد من به شما بدم و به دوستان دیگه. گفت که ببین، تو اومدی اینجا به ما میگی این ماشین نو رو که اینجا وایستاده هیچ آزار و اذیتی هم به کسی نداره نمره ببندیم پشتش بدیم دست شما بری تو خیابون، و بهت میگیم که خب ما بهت اینو میدیم هیچ ایرادی هم نداره، ولی شما به ما نشون بده که شما اهمیت میدی، از این ماشین مراقبت میکنی و اینجوریه که خودت امضا میکنی، همسرت هم امضا میکنه که اگر شرکتت پول نداد ما بیان دنبال شما، دنبال همسرت، حقوقشون اینا رو بگیریم. گفت که از این به بعد وقتی میری یه جایی، اگر مثلا میخوای بگی من میخوام اینجا یه ساختمونی بسازم، بگو من اینجا یه پلی میسازم انقدر محکم که اولین نفر خودم از زیر این پل رد میشم. این تعریف هایی هست که راجع به رضا خان میکنن که وقتی آمد شاه شد آدم خوبی بوده، اون موقع اولش آدم خوبی بوده، بعدا قدرت خرابش کرد. گفت که هر پلی میساخت باید مهندسه و نمیدونم معمارا و زن بچهش زیر اون پل وای میسادن تا یه ماشین رد بشه. حالا من نمیدونم آقای رضا شاه اینقدر بیکار بوده همینجوری کنار جاده ها وای میساده، چقدرم که پل ساختن بمانه. گفت که شما اینجوری که بگی، طرف میگه که ببین من اگه از کسای دیگه، مثلا اون موقعم اینترست ریت پدر میدر میورده 20%، 18%، مثل الان نبود دم بانک رد میشی التماس میکنی بیا تو آقا ماشین تو از کجا قسط کردی؟ میگیم از جیب. میگی نه آقا بیا ما 1% هم ارزونتر بهت میدیم. اینجوری نبود. خلاصه گفت که شما بهشون بگو که من خودم گارانتی میکنم، گارانتور میشم فلان اینا. حالا شما ببینی. آها یه چیز دیگه به من گفت. گفت اگه بگی من امضا میکنم خانمم امضا نمیکنه، من اولین سوالی که میکنم خب این آقا نتونسته همسرش رو قانع کنه که ما الان لیاقت داشتن یه ماشین نو رو داریم و میتونیم از پس قسطش بر بیایم. چجوری میخوای منو قانع کنی؟ چجوری میخوای جی ام سی رو قانع کنی؟ حالا چی بود ماشین های جیمز و اینا، یادتونه تو ایران میگفتن اینجا جی ام سیه، چجوری میخوای اینا رو قانع کنی؟ و اون اولین کسی هست که باید سهه بذاره در این راه شما.
خانم عذرا حسینی، شما اولین کسی بودید که این هشدار رو به آقای بنی سعد دادید که آقا با بند پوسیده اینها تو چاه نرو. متاسفانه آقای بنی سعد که من نمیدونم دکترای اقتصاد دارن، دکترای سیاست دارن، دکترای حسابداری دارن، دکترای فینانس دارن، نمیدونم، ولی آقای دکتر ابوالحسن بنی سعد رفت، به حرف شما گوش نداد. شما اینقدر زبل بودی که خونه رو نفروختی، حالا که برگشتی، البته این خونه‌ای که تو شما توش بودین یه خونه بزرگ و باغ بزرگ و اینا هست، من شنیدم که اینو شهرداری پاریس به شما داده و اینها، یه مدت هم پلیس براتون گذاشته بود، بعد دیگه گفتودن بابا کسی بکش به شما کاری نداره، شما مثل آقا رضا دیگه ببخشید خاصیتی ندارید و خطری نیستید. در هر صورت البته دو سه نفر از دوستان مثلا کرد و اینا هم بودن، خودشون اونجا محافظت میکنن که باز ناگفته نموند. مثلا من که رفتم اینها کیف دستی یا نمیدونم جیب من و اینا رو نگشتن. البته خب باید از آقای شادانلو تشکر کنیم، آقای شادانلو به اصطلاح اینقدر تعریف کرده بود و چیز کرده بود که ما رو به اعتبار ایشون چیز راه دادن اونجا و نگشتنمون. ولی برگردیم به این سخنرانی، بعد از برنامه خودم امروز براتون اون رو میذارم، ولی امروز یک مصاحبه دارم با یک دختر خانم جوانی که پارسال هم ویدیویی ازش نشون دادیم. متاسفانه یک کمی توی این روزها اشتباه کردیم، من و ایشون. مثلا دیروز من وقتی رفته بودم واشنگتن دیدم ایشون نوشته که من حاضرم، گفتم که عمو جون من فردا با شما قرار گذاشتم، بعد قراره با اسکایپ با هم مصاحبه کنیم. امروز شما میگی من اسکایپ ندارم، برو اسکایپ رو نصب کن فردا، یعنی امروز ساعت 4:30. بعد امروز صبح برای من نوشت که من امتحان دارم، امروز تا 5 توی کلاس هستم. گفتم خب ما تا 5 هم صبر میکنیم و 5 با شما مصاحبه میکنیم. حالا در هر صورت میخوام براتون بگم اگه وقت من این مصاحبه خانم بنی صدر رو گذاشتم ولی این دختر خانم از امتحانش و از کلاسش آمد بیرون، اون مصاحبه قطع شد، نگران نباشید براتون میذارم. برای دوستانی هم که روی فیسبوک ما رو تماشا میکنن، ممکنه از آقای شادانلو خواهش کنم اون لینک ها رو بذارن، یا خودم برمیگردم پیدا میکنم دو تا لینک، سه تا مصاحبه ایشون کرده، ولی دوستان میدونید یه مصاحبه که میکنن نمینویسن شماره 1، چون نمیدونن که بعدیش مصاحبه هست یا نه. مصاحبه دومی که میان مینویسن مصاحبه شماره 2 و شما هی میری شماره 1 رو میگردی، اصلا هیچ ربطی به شماره 2 نداره. در صورت من 2 و 3 این مصاحبه رو دارم، 1شو ندارم. ای کاش این دوستان برمیگشتن و اونجا رو درست شماره گذاری میکردن. این یک مصاحبه. یه فیلمی هم یکی از دوستان مبلغی رو داده برای 5 روز، ولی ما اینجا هر وقت 5 روز کسی به اصطلاح پرداخت میکنه، ما هم 2 روز بهش تخفیف میدیم و میچربونیمش. نمیدونم تو تهران هم شما میگفتید وقتی که این ترازو رو میذاشتن مثلا نیم کیلو یا 100 گرم، بعد این وقت پنیری برنجی چیزی میذاشتن، طرف برای که عاقبت به خیر باشه و زیر دین شما نباشه، با وجودی که این ترازو روبروی هم وای میساد، یاد تونه نوکش هم اینجوری مثل دوتا نوک مرغابی بود وای میساد، باز به همه اینا یک کم میریخ روی این که این به چربه، چربیدن یعنی بره پایین سنگین تر باشه. ما هم همین کار رو انجام بدیم و به جای 5 روز 7 روز این مصاحبه رو پخش میکنیم. مستندی هست آخرین روزهای شاه و تشییع جنازه اون در مصر که این به اصطلاح به شما نشون بده ما اینجا تلویزیون مردم به این دلیل اسمش رو گذاشتیم مردم که آینه مردم باشه. یه سری هستن شاهپرستن، یه سری هستن طرفدار سلطنتن، یه سری هستن طرفدار پادشاهی مشروطه هستن، اونا هم اینجا حق دارن صحبت کنن. ولی برید نگاه کنید، مثلا من با آقای رضا زرابی صحبت کردم، بعد یه آقای به نام حمید گلشن که اول فکر کردم شیرازیه، بعد دیدم نه اصفهانیه، آمده یه چیزایی میگه. وقت جالب اینا همشون این عکس شیر و خورشید رو دارن، عکس گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک رو دارن و فکر میکنن این گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک فقط برای فامیله، فقط برای دوسته، فقط برای پوز دادن توی مراسم
نه آقا اینو گفته، حتی سعدی هم گفته که مثلا با دوستان مدارا، با دشمنان مروت، فلان اینا. شما با غریبه ها، مخصوصا با اونایی که مخالفتون هستن، یا یه خانم دیگه نمیدونم لیلا صادقی نوشته که آقای رضا زرابی، این سربی باید بره با اون خانم. یه خانمی بود تو فرانسه این جنبش های زنا لخت نمیدونم توی پارک و اینها، خیلی ها به من گفتم ایشون مصاحبه کرد. همین آقای رضا زرابی رو به ما گفتن با رضا زراب مصاحبه کن. ما گفتیم آقای رضا زراب که تو زندانه، ناگفته نماند که ما با اونایی هم که تو زندان هستن مصاحبه کردیم، تو زندان سوئد، تو زندان آمریکا حتی و الی آخر. خلاصه من به آقای زرابی گفتم آقا رضا، شما یه نگاهی به این دوستان درود ورودت بکن و ببین برخورد اینا با مخالفین چجوریه، و شما اینو میخواین تشویق کنین. یکی دیگهش بود، یک آگهی زده بود، بذارید ببینم میتونم پیداش کنم، فکر کنم عکسش هم گرفتم، به نام شاه، بذارید اینجا باید باشه. ضمناً امروز از یه دوست دیگه خواستیم که اگر ایشون خواست ساعت 3 با ما باشن. ایشون هم طبق معمول گفت که من چیز ندارم، به اصطلاح اسکایپ ندارم. گفتم خب اسکایپ رو نصب کن، با ما تماس بگیر. بذارید ببینم این، من به شما نشون بدم دوستان، نگاه کنید. زمان هیتلر میدونید که وقتی اون اس اس و نازی ها و اینها درست شدن، و الا هیتلر و اینا هم اولش خیلی تندرو نبودن، اول اومدن حقشون رو بگیرن، گفتن این کلمی ها خیلی ظلم میکنن، زور میگن فلان اینا. نگاه کنید یه آقای به نام کوروش شهیاد، اولا عکسش نگاه کنید، بذارید من اینو براتون نشون بدم. ببینید توی فیسبوک چه بازار خرد و خری. نگاه کنید نوشته انگلیش تیچر اد معلم. من نمیدونم معلم مدرسه است، معلم یونیورسیتی، دانشگاه، استادید اد یونیورسیتی آف تهران، توی دانشگاه کجا زندگی میکنه؟ نیاوران تهران. اوکی عکسش شما اینجا نگاه کنید، این عکسش، اینجا عکسایی که مثلا یک کسی دزدی میخواد بکنه شناخته نشه، این کاپشنایی که کلا داره بهش میگن هود، مثل کاپوت ماشین، میکشن رو سرشون، معمولا چون میکشن رو سرشون صورتشون هم تاریک میشه، اینه. ولی این بالا شیر و خورشید، اونم با تاج شاهنشاهی گذاشته، اسمش چیه؟ کوروش. فامیلیش چیه؟ شهیاد. حالا ببینید چی نوشته. نوشته هموطنا، این پایین من بهتون نشون بدم، نگاه کنید، و شما هی بگید که چرا مردم کاری انجام نمیدن، چرا آخونده 39 ساله 40 ساله سر کار هستن. ببینید این آقا چی نوشته. پری روزا بوده. هموطنان، با اسپری قرمز و ضرب در زدن بر روی در خانه های سپاهی ها و بسیجی ها به اینها نشان دهید که شناسایی شدن. حس امنیت باید گرفته شود از اینها. دوستان ازتون خواهش میکنم این پست رو به اشتراک بذارید. چشم، ما به اشتراک گذاشتیم. ولی از این آقای کوروش شهیاد ما سوال میکنیم، مگه این کاری نبود که هیتلر و اس اس و نازیا توی آلمان کردن، در خونه کلیمیا رو علامت زدن، روی بازوهاشون مجبورشون کردن که ستاره داوود ببندن، بعد که بردنشون یه جایی خال کوفتن، شماره سریال نمبر یا زندانی بهشون دادن. حالا اون کلیمیه که اونجا قدرتی نداشت، این پاس داره، این بسیجیه که اسلحه داره. اولا مگه اینا زیر آبی میرن و میان که شما شناساییشون کردی؟ طرف خودش و خانوادش و اینها دارن میخورن و میبرن و سوء استفاده میکنن، با افتخارم صف اول مساجد نماز میخونن و تفنگش هم رو دوشش. ولی حماقت شما آقای کوروش شهیاد، حماقت شما باعث میشه برعکس چیزی که خمینی وقتی خواست بیاد گفت ما وقتی میایم همه رو میبخشیم، خونریزی بس بود، خونریزی شاه کرد، ما میخوایم اینجا رو بهشت کنیم. که چی بشه؟ که اگر کسی هم یه خطایی کرده بگه آقا این آغاز پسر پیغمبره، ما رو میبخشه. ولی توی احمق نادان که صورتتو پوشوندی،
اومدی میگی بریم در خونه اینا علامت بزن. آقا در خونه حسن علی رو علامت زدی، این بسیجیه. این چه کار میکنه؟ تا آخرین نفس میجنگه، تا آخرین فشنگ شلیک میکنه، با تفنگ به شما مثل چوب میزنه، چون میدونه بعدش میخواد به قول آقای فاضلی برس به درخت آویزون بشه. این نادانی شماست که مردم نگاه میکنن یه روز طرف راه میفته از زن و بچهش عصبانی شده، بیکاره، بیاره، حقوق نداره بده، راه میفته میره میگه میخوام برم ایران آزاد کنم، وسط راه یه چیز دیگه میگه، یه روز دیگه آقای حخام میاد میگه من 55 تا هواپیما یه آمریکایی بدبخت دیرم میاره. اون آمریکایی فکر میکنه که اینا میخوان مثلا برن آتلانتیک سیتی و اینجا این رسمه. مثلا من زنگ میزنم به یه جایی میگم که 40مین سالگرد، حالا مثلا 50مین سالگرد پدر و مادرم، عروسیشونه، میخوایم 30 نفر ببریم یه جا. میگه میخوای یه هواپیما برات چیز کنیم؟ معمولیه، هواپیمای 8 نفره، هواپیمای 4 نفره، هواپیمای 30 نفره، هواپیمای 300 نفره، بچهای مدرسه یه دفعه میرن چارتر میکنن میرن. این بدبخت آورده بود بهش میگه اوکی if we want airplane do you give us airplane، اگه ما هواپیما بخوایم تو به ما هواپیما میدی؟ اونم آژانس مسافرتی میگه بله. چند تا میخوایم؟ گفت ممکنه 50 تا. گفت بله 50 تا میدیم. براش فرقی نمیکنه، تو بگو 1000 تا، میگه بهت میدیم. از کدوم فرودگاه میخوای بری؟ چه اون وقت مردم بدبخت فکر کردن این حخای رابطه‌ای داره با واشنگتن، این مردم سخنگوی دولت واشنگتن آمده اینجا. دوره جورج بوش احمق بود. نه دیگه، حالا به جورج بوش نباید بگیم احمق، واقعا کاری کرده این مرتیکه که جورج بوش اصلا شده خدا، شده فیلسوف. بمانه دوستان، اینا هستن. حالا اون دوستمون ممکنه بگه آقا از همین اولش رفتی رو فیسبوک. آقا مسئله فیسبوک نیست، مسئله این جامعه است. تو مهمونی ها یه دوستی برای من دیروز یه چیزی فرستاده بود، حالا برای شما میفرستم. یک دوربینی یه نفر گرفته دستش، یه شیشه، من اول فکر کردم دوغه، شیشه پاستوریزه یا از این پلاستیکای پاستوریزه مال شیر. میگه نگاه کنید، ما سرش رو باز میکنید، بعد اون قسمت پلمبش هم باز میکنید، پلم اون آلومینیومی رو باز میکنید، بعد نگاه کنید این شیره، شیره که میریزه آب میریزه، بعدش تیک تیک مثل ماس میفته. میگم خانم شما یه گالون شیر از همینجا بخر، تاریخش هم اصلا الان که میخری نوشته ژانویه، چون هم پاستوریزه شده هم بهش پرزرواتیو زدن که خراب نمیشه، ولی یادت میره از ماشین بیاریش تو. فردا صبح خانمت میگه شیر خریدی، میگه ای داد بیداد تو ماشینه، میری برش میداری میاریش، میخوای خالی کنی تاپ 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 مثل ماس شده، بهش میگن بریده. مشکل ایرانی ها اینه که یه شیشه شیر خریده شیره بریده. 100 بار ما تو ایران خریدیم شیر، همون موقع زمان شاه هم که میرفتیم شیر فلهی میگفتن، نه شیر میخریدیم، اصلا یه چیزایی هم بود اینجوری شیر توش گرم میکردن، یه چیز فلزی بود میآوردن گرمش میکردن. چرا گرمش میکردن؟ که اگه این خراب شده باشه با اون گرما نمیدونم چرا میبرید مثل ماس میشد، میگفتن آقا بریزش دو، والا کسی هم نمیبرد به بقال پس بده، یا بو میداد، بو ترشال میداد، یه همچیز. این مشکل ما. بعد میگم خب خانم عزیز شما اینو برای من فرستادی، ما چی کار باید بکنیم؟ اولا شما کسی رو میشناسی که به ما بگید چه باید کرد؟ بعدم میمونه من و تو. شما که همش با تلگرام مشغولی، ویدیو میفرستی، نوار میفرستی، آهنگ میفرستی، جوک میفرستی، منم که با این کامپیوتر مجبورم، من مشغولم. یادتونه گفتم که یه نفر ایمیل فرستاد گو آقا هیچ کس کار نمیکنه. میگی نه بفرما، توی دولت اینقدر آدم هست، الان اینقدرش رفته نهار بخوره، اینقدرش داره چای میخوره، اینقدرش فلان میخوره، همه رو گفت. اون یکی داره به نرخ به چیز دولت میره فلان اینا، مثل اون جوکی بود که آقای جلال آل احمد بوده، جوک هم نبوده، حقیقتی بود، از روسیه گفته بود که رفتم مغازه کفاشی، کفاشی نبود. گفتم کجاست؟ گفته رفته آرایشگاه. گفتم میرم آرایشگاه ببینم اون چه خبر. رفتم دیدم آرایشگاه نیست، ولی کفاشه نشسته. گفتم آقا این کجاست؟ گفت رفته فلانگاه. خب تو چرا نشستی؟ گفت خب نشستم که بیاد. یعنی همه میدونن که اینجا که میشینن وقتشون میگذره، ولی میشینن و وقتشون رو میکشن. آقای علی ترابی برای من نوشته آقا باید چی کار کنم؟ گفتم آقا من میدونم،
شما الان زن و بچه و نوه، امروز هم تولد نوه مبارک باشه، رسیدید به ساحل آرام، آقا اینا رو ول کن، شما برو ایران، شروع کن از فردا آخوندها رو تق و تق و تق ترور کن. بچه شیرازی برو بازار شیراز گلوله‌ام از سروبیا بخر قشنگ، یکی یکی اینا رو شلیک کن، تفنگ هم برو از قشقایی ها گیر بیار و برو دو دورای چنار چوجون، اصلا تفنگ و کلت و اینا میفروشن اونجا، اینا رو ترور کن. وقتی همه رو ترور کردی اعلام کن که میخوای شاه بشی، یا چون شما آقا رضا پهلوی رو دوست داری رضا پهلوی بیاد شاه بشه، کامران قادری نخواست بده، شما باشه استاندار فارس، بعد به من خبر بده، من میام اونجا میشم رفتگر اگه بیام. آقا میشه، باید برنامه داشته باشی، به این شرطی که مثل خانم، مثل همسر بنی سعد، شوهرش نتونسته اینو قانع کنه که ما داریم یه راهی میریم که موفق میشیم. خانمه میدونسته که اینا موفق نمیشن، گفت من خونم رو نفروختم، اگر میدونست که موفق میشن خونه رو میفروخت، خونه رو خرج اون چیز میکرد. حالا بعضی ها میگن کارتر 130 میلیون دلار داد، احتیاجی نبود، ولی خود آقای بنی‌سعد به خود بنده گفت که نه آقا اصلا اینا احتیاج به پول کارتر نداشتن، بازاریا مارک و فرانک و فلان و دلار و تومن میفرستادن. اینم از این ماجرا. بله والا امروز این نوشته ما اینجوری شده. آقای فرهنگ حمید، آقای فرهنگ حمید دوست عزیز، کسی که سابقه این کار رو داری هم از ایران هم از اینجا، گاهی وقتی پیام بذار نظرات تو بگو تا من پخش کنم. شماره تلفن برای پیام اینه 202-695-2573. هم میتونید تکست بفرستید هم میتونید پیام بفرستید. دوستان آقای فرهنگ حمید کسی هست که تلویزیون آریا رو داشت، کسی هست که با بند پوسیده نمیدونم سکویی و دیگران اینها آمده بود، خودش بنده خدا گارانتور شده بود، این تلویزیون رو راه انداخته بود، بعد دید نه آقا اینا مرد عمل نیستن، اون یکی به فکر اینه که مطب زنش نمیدونم اینجوری باشه، مطب بزرگتری داشته باشه، 6 تا سکرتر داشته باشه، اینم بره با سکرترها بازی کنه، اون یکی به فکر اینه که نمیدونم. همین آقا رضا یادم، من گفتم گفتم آقا شما اگه به فکر ایران رفتن بودی اینجا بانک باز کنیم، شرکت نفتی باز کنیم و اینها نبودی که، شما اینجا اصلا خونم نمیخریدی، میگفتی آقا من خونه نمیخوام، من اجاره نشینم، بعدم بلند میشم میرم، ولی خونه بخر، یکی نه دو تا بخر، یکیش این ور آب باشه یکیش اون ور آب باشه. اینا نشون میده که اون شعری بود که فریدون مشیری گفت من اینجا ریشه در خاکم، اینا ریشهشون رفته توی این خاک. حالا نقل همین ریشه و خاک بگم، مثلا همین آقای حمید گلشن بعد اینکه کلی فوش داده بعد گفته شماها، اولا همه میان میگن شماها انقلاب کردی، میگم اول اگه فکر میکنی مردم انقلاب کردن، اگر باورت اینه، خب آخه پوفیوزا تنبلا بی ارزه ها تنتون بیل خورده، شما که 80 میلیونین چرا شما نمیرین انقلاب کنین؟ بعد منی که مامور حکومت نظامی بودم، سرباز شاه بودم، شاه فرار کرده من انقلاب کردم؟ من که اون موقع از جون خودم میترسیدم، ماشین ما اومدن خط انداختن، کم مونده بود ماشین اون آتیش بزنن، کم مونده بود در بازار تیک تیکمون کنن، پس من انقلاب نکردم. احتمالا پدر شما انقلاب کرده، پدر شما انقلاب نکرده، یه کسایی انقلاب کرده. مگه نمیگید مردم نفهم انقلاب کردن؟ مردم نفهم کیا بودن؟ 57 سال شاه و باباش بوده دیگه، یعنی هر کسی سنش 57 سال بوده، این دوره بابای شاه دنیا اومده، دوره شاه هم زندگی کرده، حالا هم چیز شده. ماهایی که 20 سالمون بوده اینا دوره شاه دنیا اومده، دوره شاه هم بزرگ شده. شماها بشینید ببینید چی میگید. یه بار میگید کارتر انقلاب کرد، یه بار میگید دولت‌های بزرگ انقلاب کردن، یه بار میگید مردم نادان انقلاب کردن، خودتونم تکلیفتون معلوم نیست. آقا رضا زرابی نوشته آقایون خانم ها مزاحم من نشید، من به خاطر کارهای حزبی که میکنم شب و روز وقت ندارم. بعد بهش گفتم خب آقا اگه میخواین فعالیت های حزبی تونه میتونید اینجا داشته باشید. گفت آقای سربی اینا هیچ کدومشون پول نمیدن. گفتم ببین، اتفاقا علی ترابی هم نوشته بود بیمایه فطیر است، اگه کسی پول خرج نمیکنه این میشه همون ماجرای همسر بنی صدر، میگه ما خونمونو داشته باشیم،
میشه همون ماجرای عرق‌خوری که میره نمازم میخونه. شاید خدایی هم بود، شاید انقلاب شد، شاید همسر من شد رئیس جمهور، ولی شاید اینا اینو بازی ندادن، مجبور شد فرار کنه بیاد خونه باشه. اونو براتون میذارم بحثشو نگاه کنید، مستند آخرین روزهای شاه و تشییع جنازه اونو در مصر براتون میذارم. و اما رضا زراب که ما به جاش با آقای رضا زرابی مصاحبه کردیم، میدونید که یک جوانی هست که اینها معروف شدن، خیلی هم بودن ها، یه سری شهرام کی بود، امیری بود، یه سری چند تا همشون هم سنا جوان، یعنی ماکزیمومش 32 ساله، بابک زنجانی بود و پولا و میلیاردی و اینها. حالا این رضا زراب اقلا بیچاره فقیر و گدا نبوده، باباش حاجی بازاری، حاج زراب، بعد پولدار، ولی این آمده افتاده تو این ماجراهای سانکشن یا همین تحریم ها و پول ساختن و ترکیه برو و معامله کن و بانک باز کن و بانک ببند و اینها. بعدم که خیلی معروف پولدار میشه، گویا میره با یه هنرپیشه ترکیه‌ای ازدواج میکنه، بعد میفهمه این ورور گندش بالا اومده و احمق شماها را انداختن جلو، اونا زبلتر از شما هستن، شما اون پشت قایم شدین، اونا اون پشت قایم شدن، شما را انداختن جلو. بمانه حالا اون بابک زنجانی زندانه، میگن اعدامش میکنی، هی میگه آقا بهتون پول میدم، هی میگن اعدامت میکنی، دوباره میگه بهتون پول میدم. این یکی هم بلند شد با هر تلاشی بود خودش رو رسوند آمریکا، که توی آمریکا دستگیر بشه، توی آمریکا زنده زندانی باشه. چرا؟ اولا میگه به سیستم اینجا اعتماد دارم، یا میگه سیستم آمریکا پولکیه، چون من پول دارم میتونم 40,000 دلار داده به مامورای زندان، براش تلفن دستی بردن، براش عرق بردن، چیزهای دیگه هم بردن نمیدونم. ولی از همش جالبتر خبری هست که دیروز صبح توی اینترنت پخش شده بود که همسلولی رضا زراب که یک آدم آفریقایی 62 ساله هست، شکایت کرده که این رضا زراب بهش تجاوز جنسی کرده. بعدم مردم نگنشتن آقا مگه میشه این همسرش خانم فلانه؟ گفتم بابا جون شما تو زندانای اینجا نگاه کنید، اصلا عملا خود زندان و زندانبان و اونی که برد فیلم نشون میده و اینها، میگه تو این زندانها به اصطلاح تجاوز یه چیز معمولیه، ولی از این وری معمولا اونایی که مسنترن، خاطیترن، به اونی که جوانتره تجاوز میکنن. حالا این آقا رضا زراب چه چیزی دیده بوده تو این آقای 62 ساله آفریقایی رفته بهش تجاوز کرده نمیدونم. خیلی ها نوشته بودن که احیانا اون آقای میدونه که این پول داره، این کار کرده که اینو سرکیسه کنه. دیگه حالا باید صبر کنیم و ببینیم چی میشه. خب بذارید من، یکی از دوستان گفته که این کارش درست شد، بگم very good. and اسکایپ هم روشن کنم ببینم اگه دوستمون که قرار ساعت 3 باهاشون یک مصاحبه کوتاهی داشته باشیم و اصل این که ایشون پیام گذاشت و میخواست راجع به اون آقا صحبت کنه و بعد ما وقتی پیامش رو پخش کردیم ایشون بهش برخورد و بعد برنامه بعدی ما ازش عذرخواهی کردیم و این قصه همچنان ادامه دارد. این ماجرای شهرزاد و 1001 شب و اینها اصلا تو خون و پوست و گوشت ما بوده و هست و توی آمریکا هم همینه. توی رادیو یادتون وقتا داستانهای شب هم همینجوری بود، همچین که میرسید به اون جایی که خیلی حساس میشد اون صدای آهنگه میمد که دیگه امشب تموم شد، دوباره مثلا فردا شد. هنوز من چیزی نمیبینم که این دوستمون آقا ناصر برای ما فرستاده باشه و بگه که به اصطلاح حاضر اسکایپش و اینها. و این هم از این ماجرا، ماجرای رضا زراب، زندان، تجاوز به یک مرد آفریقایی 62 ساله. من دیروز یه چیزی یه دفعه یادم افتاد
و احتمالا شما هم تو تهران تو شهر خودتون یه جاهایی داشتید، جوکای زیادی در این باره هست. اون جوکی که مثلا طرف میره تبریز، میره سینما، میره تو بالکنی، بعد خلاصه میخواد ادرار کنه، از اون بالا ادرار میکنه، طرف بهش میگه غریبی، میگه چرا، میگه آقا باید بچرخونیش که رو همه مثل گلاب پاش بپاشی یه جا شور نکنه. یعنی این چیزا بوده که جوک ساخته. من یادمه یه سینمایی بود به نام سینما مترو. این سینما مترو ته یه پاساژ بود، ساندویجی موسیو هم با اون کتلتای خوبش و اینا اونجا بود و یه جور به خصوصی بود. بعد یه کوچه بغلش بود میمد که یه بستنی پالوده آلبالویی بود اونجا. بعد این کوچه جایی بود که اونایی که با دوچرخه میومدن سینما، دوچرخه شونو معمولا یه دو تا آدم بیکار معتاد اینا اون پشت نشسته بودن، دوچرخه ها رو نگه میداشتن، مثلا 100 تا دوچرخه، 100 تا دوزار، اینا 20 تومن کاسب میشدن، از میرفتن قمار و عرق خوری و فلان. بعد اینجا وقتی تعطیل میشد سینما، از بس سینماها امکاناتشون کم بود، بد بود، کثیف بود، خب این مردمی که 300-400 نفر اونجا بودن وقتی میمدن بیرون، دو ساعت نشسته فیلم جنگی نگاه کرده، هی اون موج زده، این موج زده، یا دو ساعت نشسته فیلم اون کی بود کازابلانچی مرد ایتالیایی نسبتا سکسی نگاه کرده و اینها، حالا که اومده بیرون احتیاج به ادرار داره دیگه. میمدن پشت این سینماه که در خروجیش بود جیش میکردن، ادرار میکردن، میشاشیدن هر جوری که شما دوست دارید، چون میگن بفرما بشین بتا مرگ، ما ستاشو میگیم، جیشو میگیم، شاشو میگیم، ادرارم میگیم، تا ببینیم درجه هخامنشی شما با کدومش ردیفه. و این اولا همیشه کف کوچه خیس بود، خب معلوم بود دیگه چیه. بعد بوی گندی میداد، مسجد هم یادتونه وقتی رد میشده از چه میدونم، من اینا نمیدونم، این همه معماری خوب نمیدونم، چرا یه هواکشی برای این توالت ها نمیذاشتن و چرا توالت های مسجد ها رو میگفتن منجلاب، نه منجلاب میگفتن، خلاصه یک بوگنده به خصوصی میمون. من یادمه هر از مدتی اینا با چیزم نمینوشتن، اسپری و اینا هنوز نبود، یه قلم و چی بر می داشت با مشکی مثلا روی این دیواره می نوشت بر پدر و مادر کسی لعنت که اینجا بشاشد، نمی نوشت ادرار کند. من در رابطه با این برنامه های فیسبوک، در رابطه با این که طرف ما نوشتیم شاه دیکتاتور بود یا نبود، ویدیو رو ندیده شروع می کنه فوش می ده و اینها، دیروز مجبور شدیم اینو بنویسیم. نوشتم که بر پدر و مادر کسی که اینجا بشاشد. حتما شما هم این جمله را به یاد دارید و ما هم باید بگیم بر پدر و مادر کسی لعنت که بدون اینکه ویدیو رو تماشا کنه نظر بده. آخه ما چی میخوایم یاد بگیریم؟ اولا اگه درباره فقط اون تیتر شما صحبت میکنی، اون تیتر نوشته شاه دیکتاتور بود یا نبود، شما بنویسید به نظر من نبود. یکی دیگه امروز اومده نوشته که شاه دیکتاتور نبود ولی اطرافیانش خیلی پدرسوخته و دیکتاتور بودن. گفتم خب مگه شما سعدی نمیگه اون گلی خوشبوی در حمام روزی، وگرنه من همان گل بودم که هستم، کمال همنشین در من اثر کرد. خب این همنشینان شاه درش اثر کردن، ولی میگن یه آدم 23 ساله 22 ساله شاه میشه، خیلی هم تیتیش مامانی بوده، از این پیرنای خوشگل میپوشیده، با ماشین روبازش میومده میرفته فلان اینها، ولی اون همنشیناش بدش کردن و فاسدش کردن دیگه. حالا شما نمیتونید بگید این همینجوری خوب مون ولی اینا بد بود. نمانه. و اگر کسی خوبه، اولین چیزش اینه که باید حس کنه که اینا که دور برشن بد هستن، از دور خودش دور کنه و آدمای خوب رو بیاره. اینم ماجرای بر پدر و مادرت لعنت اگر اینجا ادرار کنی، که اگه دیدید خیلی تعجب نکنید، منظورمون این هست. بله ببینید، این خانم زهره آریا، دوستان نگاه کنید، دوباره طبق معمول اینا تبلیغ مجانی ها، من میدونم بعضی هم میگن که آقا اینا رو معروف نکن، ولی این خانم آمده و فوش میده. نگاه کنید دوباره این یکی، خب کسی صورتش رو نشون میده که مثلا این سربیه، اینم صورتش بشناسی. این خانم معمولا لابد چون از پشت معامله میکنه پشتش رو نشون داده. آقای زراب
آقای زرابی، اینا دوستای شما هستن، زهره آریا. این دیم. حالا ببینید، اول اینا بلد نیستن یه عکسی رو درست بذارن اینجا، نصفش میره زیر عکسشون، نصفش میره اون بالا. این بدبخت ها حاضر نیستن 2 دقیقه در زندگیشون یه چیزی یاد بگیرن. اینا رو دوستان من انقدر خوشحال میشم که میان. چرا؟ چون فوری اینجوری میکنم، ریپورتشون میکنم تو فیسبوک، میگم ریپورت دیس پروفایل این، بعد میگم این فیکه، قلابیه، بعد میگه سابمیت، میگم بله، بعد میگه بلاک، میگم بله بلاکش میکنم، سابمیتشم میکنم، میفرسمش بره اونجایی که عرب نینداخ. اینا رو معمولا به اصطلاح فیسبوک، مخصوصا الان که گندش بالا اومده، گفته ما اینایی رو که فیک اکانت، یعنی اکانت های قلابی دارن، باز میکنم. روزی 10 تا برای من شکایت میکنم، فیسبوک برای من یه چی میفرسه، میگه یه چیزی داری که آیدی کارت داشته باشی، یا میگم بله این ویدیوی منه، این صدای من، اینم تصویر منه. و برای اونا میندسه که احمقا شما هی اینجوری گزارش میدید، شدید چوپان دروغگو. دیگه اگه یه گزارش درستم بدی کسی قبول نمیکنه. ولی برای من میندسه ممنونم از شما که این گزارش رو دادید و ما به اینا اخطار دادیم، بهشون وقت میدیم درستش کنن، اگه درستش نکنن اینا رو میندازن بیرون. خانم زهره آریا، زهره آریا، کورو شهیاد، همشون چون بی پدرن، چون مادر ندارن، مادر دارن، 100 تا پدر دارن، ولی چون نمیدونن کیه پدرشون، میگن خب حالا کوروش رو فعلا پیدا کنیم، اقلا اسم این شناخته شده است. اینا یه سری آدم های یعنی چند پدریه. چی بگم خود. خب بذار ببینیم آقای هوشنگ چون شما یه چیزی فرستادی ولی نوشته attachment unavailable، یعنی این چیزی که شما فرستادی به اصطلاح الان در دسترس نیست. بله اینم از این. خب به شما نیستم خانم ستاره، من که اسم آوردم زهره آریا، اونم هر کی بود مثل که خودش برگشت فوری، یا چون ما بلاکش کردیم و ریپورتش کردیم گورش گم شد. شما نوشتید مصاحبه بسیار خوبی بود، ما هم از شما ممنونیم که نگاه کردیم. بعد شما نوشتید با کی هستید شما، مگه چی شده؟ با خانم زهره آریا بودیم، با کسی که پدرشو نمیشناسه، احیانا مادرشو نمیشناسه، فکر میکنه ایشون نژاد آریایی، نژاد پرسته، احیانا اگر آزمایش دی ان ای بده قولت میدم نمونه های نمیدونم جن تیمور لنگ و مغول و اسکندر و عرب و دیگه کیا به ما حمله کردن داخلشون باش. خب و اما ما قرارمون 4:30 بود مصاحبه با این خانم جوان، گفتم بهتون ایشون گفتن 5 بعد از ظهر، ما هم گفتیم باشه شما به درس و مشقت برس بعدن بیا مصاحبه، ولی تا اون موقع بذارید بریم بار این به اصطلاح پرونده های برنامه زنده رو کم کنیم، حجمش رو کم کنیم، بارش رو کم کنیم، ببینیم این دوستمون چی نوشته. بله میگه که بله امتحان من ساعت 5 تموم میشه و میتونیم بعد از اون صحبت کنیم. بسیار عالی و به نظر من بحث جالبیه، حتما ببینید. این هم از این ماجرا. یه آقای به نام حمید وحیدی برای من یه ایمیل فرستاده. آقای وحیدی ایمیلایی که اینجوری میفرسی اگر چیزایی هم که توش باشه درست باشه، ولی شکل و فرم ایمیل شما شکل و فرم ایمیلای اسپمه. نگاه کنید دوستان من بهتون نشون میدم، چون ایشون برای همه فرستاده، خب هیچ اشکالی نداره ما به شما هم نشون میدیم، یه تبلیغ مجانی هم برای دگر باوران باشه. نگاه کنید دوستان، اولا خود این جیمیل فوری نوشته چی؟ چرا این صفحه اینجوری شده؟ بله بذارید فقط نوشته که be careful with this message، مواظب این مسیج باش، میبینید با قرمز هم فرستاده و اینها، که این ممکنه سپم باشه، ممکنه فیشینگ باشه. و نگاه کنید دوستان، آقا نوشته که دگرباوران.net http دگرباوران.net blog spot فلان fr از فرانسه. اینا کسایی هستند که
به اصطلاح یک کاغذی می نویسن درست مثل کسایی که میبرن میذارن تو دیوار ندبه و طرف عکس اوباما رو گذاشته بود، میگه این اوباما که تازه درس خونده و میدونید پروفسور قانون اساسیه اوباما، اینه میره نامه می نویسه به خدا میذاره تو دیوار سنگی، بعد از تمام این نامه ها رو با سیم در میارن میزن رو زمین جارو میکنن میرزن سطل آشغال. این کسی که تازه حالا داره برای یه حزبی کار میکنه، برای یه سازمانی کار میکنه، فکر میکنه یه کاری انجام داده، میاد یک چیزی رو می نویسه و هنوز خود منم این اشتباه رو کردم. یه بار بهتون گفتم سالها پیش به یه نفر گفتم که ما ردیف 7 میلیون بودیم، من فکر کردم ما 7 میلیون بیننده داریم، بلد نبودم دیگه کانسپت یا پایه و اساس اینترنت بلد نبودم. به یه نفر گفتم آقا ما تازه باز کردیم ولی 7 میلیون چیز داریم. بعد طرف گفت آقا برای من اصلا مهم نیست، من 4 نفر بیننده باشه برام اون مهم و اینا، چون معلم بود بمانم. اینا فکر میکنن اینو که فرستادن برای سوربی، تازه حالا جیمیل اگر اسپم من ننوشتم دیلیت نکن که من همه رو نگاه کنم، و الا خیلی ها هست اون اسپم یا جانک میل میره مستقیم تو دیلیت، میره تو سطل آشغال، تو سطل آشغال هم میره تو کامیون آشغالی میردش. بعد این دلش خوشه که امروز ایمیل فرستاده، اینجوری کار نمیکنه. آقا خانم ایمیل رو باید بری چاپ کنی، چاپش الان اینه برای یه جایی بفرستی بذاری، به فیسبوک پول بدی، به من پول بدی، با آقای نمیدونم مختار پول بدی، اروانقی که مرد بیچاره، به تهران پست پول بدی برات چاپش کنن، بعد یکی این روزنامه نشریه رو بره پخش کنه، بذاره دم دکون چلو کبابی دم فلان اینا تا اینا بیان ببرن، بعد با مردم تماس بگیرید بگید که اگر خوندید چند نفر بفهمید ریسپاند اونا چیه، یعنی واکنششون، همینجوری یه چیزی بنویسیم، اگر لطف کنید برای دیگران هم بفرستید. این همه لطف کردیم فرستادیم به کجا رسیدیم؟ خب ببینیم که آقای سهراب چمنارا ویدیوشون رو روی بالاترین روی توییتر روی فیسبوک هم گذاشتیم، ویدیو خودشون هم به اصطلاح جدا کردیم اون رو هم گذاشتیم. نوشته دوستان، تابناک یک رسانه داخل ایران و وابسته به حکومت است. اگر در داخل ایران خودشان این را میگویند، دیگر لازم نیست ما اخبار خودشان را به خودشان برسانیم. انتظار آنها این هست که راهی برای نجاتشان پیدا کنیم. این نظرسنجی تابناک را خواهش میکنم، اگر خواستی در زیر ویدیوی من هم قرار بده. دوستان نگاه کنید ببینید که تابناک اگه اشتباه نکنم مال محسن رضایی هم هست نیست، اون نمیدونم اینا هر کدومشون بعدن اومدن یک به اصطلاح اینترنت چیزی، یعنی حقیقتا خیلی از اپوزیسیون ما جلوترن. ببینید نوشته که نظرسنجی، این بالا هم نوشته تابناک، نظرسنجی کدام مؤلفه حکمرانی خوب در ایران رعایت می شود؟ پاسخگویی، مسئولیت پذیری، شفافیت، حاکمیت قانون، این پایین هیچ کدام. ببینید مردم روی هیچ کدام 93%. بعد چقدر خوبه این پایین ترش هم نوشته که از 4689 نفر که آمدن رأی دادن، یادم این آقای دهقانیان، سیامک دهقانیان توی برنامه افق میگفت که ما رأی‌گیری کردیم و مثلا 100%، نمیگه این 100%، حالا 20 نفرن، 200 نفرن، 2000 نفرن، چون شما وقتی رأی‌گیری میگی و اینها بعد باید بگی که ما مثلا از 5000 نفر مثل اینجا از 4689 نفر رأی‌گیری کردیم، کمتر از 1%ش 98.1% گفته پاسخگویی، 1.13% گفته مسئولیت پذیری، 1.03% گفته شفافیت، 2.09%، حالا بگو 3% گفته حاکمیت قانون، ولی 93 و 96%، یعنی 93 و 69% تقریبا 94% گفتن هیچ کدام رعایت نمیشه. چرا؟ یه ویدیوی من گذاشتم روی فیسبوک، باز برید نگاه کنید، یک دانشجوی
آمده و در جلسه ای که آقای اژه‌ای و نمیدونم اژه‌ای و فلان و بیسار اینا هستن، همه مسئولین دولت و اینها، و همه میتوپه و همه رو میشوره و میروفه و میذاره کنار. مجید افراخته حرف درستی نوشته، نوشته آقا ما به دموکراسی هم گند زدیم. کجای دنیا وقتی یه نفر اومده اینجا طرف اینجوری از همون اول بهش حمله میکنه، میذارن حرفشو بزنه، اینا هم سوالاتشون رو مطرح میکنه، این بمانه. جوابش اینه که یکی از اونا این آخوندام دیگه همشون شکل همه من نمیشناسم، فکر کنم همین اژه‌ای باشه، میگه منو دعوت کردن توی دانشگاهی، رفتم اونجا گفتم سلام، شروع کردن سوت زدن. گفتم خب شما منو دعوت کردین که من بیام حرف بزنم، بذارید حرف بزنم، سوت زدن. بعد بهشون گفتم ببینید اگر سوت زدن منم بلدم سود بزنم، تازه شما بلد نیستین، یا این دوتا انگشت یا سه تا انگشت کثیفتون رو میکنین تو دهنتون، دهنتون هم گشاد میکنین، وقتی هم سود میزنید کلی توف پرت میکنین ور و بفرمایید، شروع میکنه برای سود زدن، میگه تازه من سود بلبلی هم میزنم. مثل این کفتربازا بودن، من همیشه بودن کفتربازا چجوری با دستش کفتره رو میگیره بالش اینجوری میکنه برای هیچ وقت یاد نگرفتم، من همینجوری بلدم که دست کثیف بکنم توی دهن و سود بزنم، ولی دوستم بهروز قاسم زاده بلد بود توی ایران. در هر صورت اینم از این ماجرا، و سود میزنه. مملکتی که دانشجوش توی دانشگاه اینجوری یقه مسئولین رو میگیره، مملکتی که تابناک میاد اینجوری ایراد میگیره. خب آقای چمنارا شما که دوست عزیز، به جای سربی جواب دوستانتون رو دادید، این انجمن پیر و بازنشستگان از کار افتاده در پلتاک برای چیه؟ شما میگید ما اومدیم اینجا روشنگری کنیم، چه روشنگری کردید که یه چیز جدید بود؟ چه عددی گفتید؟ چه دوزیر عنوان کردید که یه چیز جدید بود و مردم نمیدونستن و مردم خودشون تو خیابون فریاد نزدن؟ آقا خانم مریم فریاد میزنن، مردم طلب پول میکنن، طلب حق میکنن، شما برید به اینا بگید چجوری باید این کار انجام بده، که نداریم، مرد عمل نداریم، همه فکر میکنن مرد سخنن. بعد گفت آقا به عمل کار براید یا ز عمل کار براید، به سخنرانی نیست. بذار من اینجوری بینیسم: Don't love your image going out of focus then. میدونم چرا اینجوری میشه، ما یه چیزی برای که نور زیاد نباشه گذاشتیم، حالا میخوایم بکنمش، بفهم یه تلری هست اینو گذاشتیم جلوه، البته دو تا دوربین اوردر دادم اگه اونا بیاد، بله این تل رو گذاشتیم جلوه دوربین، بعد دوربین اشتباه میکنه، یه بار سیگنال میفرسته با این فوکس میکنه، یه بار سیگنال میفرسته با تصویر کامپیوتر فوکس میکنه، و ما هم نداریم کسی رو که مثلا اگر این دوستمون آقا سعید که وارد کارش کامپیوتره به من بگه آقا من برنامه‌های تو رو از مردم tv.com میگیرم میذارم روی فیسبوک، شما اون کارو بکن، من از آن شما میگیرم شیر میکنم. نمیخواد پسورد هم دیگر داشته باشیم، نمیخواد آیدی هم دیگر داشته باشیم، ولی هیچ کدوم کار نمیکنیم، همه اون میخوان یکی دیگه کار کنه، ما بشینیم. تازه شما خود دوست خوب منم هستی، میگه اگه بیایم برنامه فوش و بزن و عصبانی نباش و اینا خوب نیست، جوسی نیست. خب حالا من دوباره این عینک رو این دفعه میذارم جلوی این دوربین، امیدواریم کار کن. کار کرد؟ بله. نمیدونیم، ولی ببینیم فوکس میشه یا نمیشه. بعدم مهم نیست آقا، دیگه این سربی همین سربیه که شما 10 سال داری میبینی، شاهد پیر شدنش بودی، ای کاش روز اولی که منو دیده بودی یه عکس گرفته بودی، هست ویدیو، برو یه عکس بگی اونو بذار از اون نگاه کن. یادم اولین باری که برای من عکس فرستادی خودت روی کاغذی نوشته بودی I love سربی، اینجوری گرفته بودی جلو صورتت، برو یه کار اونجوری انجام بده. در صورت ممنونم، این عینکه اومد جلوی اون همه شما هم میتوانی در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید رو گرفت. اب نداره، بذار ما نورانی بشیم، نمیدونم والا چی بگیم، نمیشه.
وزنشه، پوشش میده، میندازتش اوبر. دو تا دوربین اوردر دادم که گفتن این دوربینا برای این کاری که ما انجام میدیم. بهتون گفتم ما سیستم اصلیمون دوربینمون که بعضی هم دیدید وقتی زنگ میزنم میگه آقا صبح تصویر شما رو فیس روی اسکایپ نیست، میگم تصویر ما رو گذاشتن روی سر قندون که بچه ها نرن اونجا قند بخورن دندونشون خراب بشه. تصویر ما مستقیم میره تو این سیستم. اون وقت ما مثل دیگران نمیتونیم سیستم فیسبوکمون رو بذاریم جلو خودمون. معظمی فیسبوکو میذاریم جلو کامپیوتر که نشون میده که میکس میکنه این اینجوری میشه. فعلا باید سوخت و ساخت، سوختنی هم نداره، فعلا بسازید. خیلی انتظاراتتون بالا نباشه، چون خیلی انتظارتون بالا باشه همینم هم که هست دو روز دیگه من میگم آقا خب الان ایام کریسمسه، الان ایام عید فلان اینا. ممنونم از یه دوستی که حتی برای ژانویه و فوریه و اینها به اصطلاح میگه آبونم رو پرداخت کردم. میگم بابا خیلی ممنون که شما اصلا اسمشو گذاشتی آبونه و خودتو اینجوری به اصطلاح متعهد کردی و اینها. هوشنگ جان این نشون داده نمیشه، بذار بهت نشون بدم که شما اونه که میفرستی ببین من چی میبینم اینجا. اون جوکر شنیدی از اینجا اینجوری دیده میشه. ولی دو سه بار همین مسئله رو با این دوستمون داشتیم و ایشون به من گفته که روی فیسبوک خودم هست. ببینید شما وقتی میفرستین مثلا این وایرد ادد نیو ویدیو بیتکوین کود بی بیگست بابل این هیستوری فلان، ولی این پایین نوشته اتچمنت ان اویلیبل، اتچمنت ان اویلیبل. نمیدونم منظورتون این بالاییه یا چی، یا چرا اینا رو ان اویلیبل میکنه، یعنی در دسترس نیست، فعلا نمیتونی ببینیش اینها. I really don't know. خب ببینید چی مین اینه که داره میچرخه اونجا. این اگه میدونستم از قبلش با یک کشی چیزی میبستمش به این دوربین کوچولوی دوربین انقدی. خب دوستان عزیز ساعت 2:56 است. بذارید من اسکایپ رو چک کنم ببینم این دوستمون فکر کنم از کانادا هم هست این حاضره یا نه. ما امروز با دو نفر قرار صحبت کنیم، یکیش که امتحان داره و عذرش موجه و دانشجو است و اینها. میگم آخر تازه من گفت که عمو جون من چیز ندارم، چی میگن من چی بهش میگن اسکایپ ندارم، با تلفن میشه صحبت کنیم؟ گفتم بله میتونیم با تلفن صحبت کنیم ولی صدا کیفیتش خوب نیست و چون تلویزیونه بالاخره تصویر باشه بهتره. اینم از این. ممنون و متشکر از یکایک که شما دوستان. بریم باز به این پوشه لایو ببینیم چی گذاشتیم اینجا. اون ویدیویی رو که این آخوندم سوت میزنه براتون همین الان نشون میدم و ببینید چی میگه. این همون اژه‌ایه نه؟ قیافش فکر کنم همون باشه. یا بذارید تصویرشو 3:4 کنم برای شما که بیشتر این حاج آقا رو ببینید. بفهم کامرای 3 اوکی بشنوید. یه چیزی توی پرانتز عرض کنم، توی دانشگاه تهران در زمان دوم خرداد آقای من دعوت کردم بریم اونجا صحبت کنیم. من رفتم اونجا گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کردم به چپ و سود، دوباره شروع کردیم صحبت گفتم بسم الله الرحمن الرحیم چپ و سود، گفتم ببینید من که شما دعوت کرده اید و شما میگید که باید تحمل شنیدن حرف دیگران رو داشته باشیم، حالا این حرف مخالف هستن، تحمل حرف دیگران داشته باشیم، شما دعوت کننده هستید، حرفاتون هم زدید، ما هم گوش دادیم، حالا تحمل شنیدن شما دقیق باید داشته باشید دیگه، جوابشو داشته باشید. اونها باز دوباره کف و سود. گفتم ببین عزیز من اگر بنا باشه که سوت بزنی منم بلدم، بلبلیشم بلدم و ببین این آقا عزم خواب این آقا سه تا انگشتش یا دو تاشو گذاشته تو دهنش داره سوت میزنه. من بهش میگم که توی جوون حیف دهنت گشاد میشه، نمیخواد انگشتاشو دهنت بکنی، شما همینجوری هم میتونی سوت بزنی. بنابراین ببینید من
خیلی میخواد دهنتو پاره کنی دست بزنی. خب حالا دوستان، ما اسم این برنامه رو میایم میذاریم مثلا آیا آخوندها اونجوری که من و شما فکر میکنیم نادان و نفهم و بی ارزه هستن، یا خیلی پدرسوخته و زیرک و باهوش و با برنامه؟ آقا خیلی از این آدمای شارلاتان آدمای باهوشی هستن. اون آقای آلکاپون، همین آقای ترامپ، اینا آدم باهوشی هستن، چیزی که از هوششو در راه بد استفاده کرده. این آخوندان خیلی باهوشن. شما ببین چه برنامه ای، 39 ساله آقای علی ترابی برای من نوشته بود که آقای صوبی دیگه اینا پول نداره. دوست عزیز، شما میگی من هستم ولی روی اسکایپ من هنوز نمیبینم شما اضافه کرده باشی، اقلا ایمیل تو برای من بفرست. اینجا برای من نوشتن من هستم. خب امیدواریم همیشه باشی، سالهای سال باشی، ولی به اصطلاح ما قرارمون روی اسکایپ بود. شما بیای روی اسکایپ، اسم مردم تیوی رو که اضافه کنی، اسم من رو، آیدی من رو که اضافه کنی، اینجا میاد میگه این آقا میخواد با شما صحبت کنه. ببینیم شاید اصلا شما جزء چیزا بودید قبلا، چون من فکر کنم با شما صحبت کردم. حالا شما اون روز گفتید من اولین بار، نه نیستی عزیز من، روی اسکایپ هنوز نیستی. دوستان عزیز، منتظر آقای ناصر پولی ممقانی هستم، علی ترابی، دوستان دیگه اگه با ایشون در تماسی بگو آقا سوربی تو اسکایپ منتظرته، این رفته دم سینما مترو منتظرته، تو رفتی دم سینما پارس وایسادی. اینم یکی از اشکالای ماست. اون شعره هست که میگه ای بسا یک ترک و یک لور همدیگر رو میفهمن، ولی وی بسا که نمیدونم ما که همزبون هستیم اینا همدیگر نمیفهمیم. این شده حرف امروز ما با این آقا. من نوشتم اصلا بهتون اگه خواستید اسکایپ رو نشون میدم. گفته من اسکایپ ندارم ولی عملا میرم درست میکنم. گفتیم خیلی ممنون. حالا اینجا نوشته من هستم، من شما رو نمیبینم، اگه هستیم لابد یه جای دیگه هستی. خب من امروز یکم گلوم درد میکنه، دلیلش هم این سرما و اینها هست. اینا هم به ما میگن که به اصطلاح سرما با سرماخوردگی هیچ ربطی نداره، ولی فکر کنم همون پدر مادرامون درست‌تر میگفتن، مادر بزرگ و نمیدونم اینها درست‌تر میگفتن، هوا سرد میچایی یعنی. بله خب من اینو برای این آقا فرستادم، نوشتم آقا شما که میگید اینا پول ندارن، ما توی آمریکا هستیم و 39 سال که دروغه، ولی 20 سال که این تلویزیونای مزخرف ایرانی همین مثل مان من که اینجا هست درست شده و مردم نشستن و فکر میکنن اینا یک کاری انجام میدن، میگن ما 6 ماه دیگه میریم. آخونده افتادن به جون همدیگه، خودشون دارن سرنگون میکنن. آخونده پولشون تموم شده، آخونده جورج بوش اومد تحریم کرد، آخونده نمیدونم اوباما اینجوری تحریم کرد. آقا کجا رفتن؟ از این ور خودتون میگی پول ندارن، از اون ور خودتون گزارش میدید که اینها میلیارد 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 میدوزن. یعنی خودتون با هم ضد و نقیض هست. ایرج میرزا این مشکل شما رو حل کرده. هر وعده که دادن به ما باد هوا بود، هر نکته که گفتن غلط بود، ریا بود. چوپانی این گله به گرگان بسپردن. این شیوه و این قاعده ها رسم کجا بود؟ رندان به چپاول سر این سفره نشستن. اینها همه از قفلت و بیحالی ما بود. خوردند و شکستند و دریدند و تکاندند. هر چیز در این خانه بی برگ و هر چیز در این خانه بی برگ و نوا بود. گفتند چنینیم و چنانیم و چنانیم. دریغا اینها همه لالایی خواباندن ما بود. ای کاش در دیزی ما باز نمیمان، یا کاش که در گربه کمی شرم و حیا بود. من به همین آقای حمید گلشن گفتم آقا اصلا ما قبول کنیم که ماها انقلاب کردیم. شما که الان نسل جوونی، شما که تجربه داری، شما که وسیله قرن 21 داری، شما هر یه تلفنتون از ما اون وقتا یه پولکوپی بود، همه مگه دسترسی به پولکوپی داشتن؟ تو هنرستان یه دونه پولکوپی بود، آقای فرهمند بود، بیچاره سیگار میکشید و شبش هم عرق خورده بود، ما صبح هم هیجوری تلق تلق میچرخونی بعد برقیش. الان شما در آن واحد میتونی پخش کنی یه چیزی رو،
الان اینجا می نویسید یزد، شیراز، فلان، میبینم. میگم خب آقا برو انقلاب کن. میگه نه آقا، این مثل یک درخت بود که شما درش آوردید. آقا این درخت کهنه 57 ساله رو ما در آوردیم، که ما اصلا غلط بکنیم، ما کجا زور درخت در آوردن داشتیم. شما درست میگی. خب احمق، برو 10 تا درخت جوون جاش بکار. اگه 20 سال به جای اینکه به دیگران هی میگفتی شما ما رو نسل سوزنده کردی، رفته بودی یه درخت کاشته بودی، الان این درخت جوان با فهم و دانش و سیستم جدید از اون درختای قدیمی محکمتر و بهتر بود. بذارید آقا من برای این دوستمون بنویسم بابا من روی اسکایپ منتظر شما هستم. آخه اون وقت شما ببخشید میخوام برین ایران آزاد کنی. البته این دوستمون میخواد درباره این شارلاتان چی صحبت کنه. کی اسمش؟ بگید دیگه. بله اینجاست. اوکی تانکس. من میگم بابا اسکایپ، اسکایپ پلیز، اسکایپ. اینجا می‌نویسم براشون. اوکی خب حالا نشد یه روز دیگه. همین که قبول کردن گفت که فعلا نصف ماجرا گذشته. من اون روز تو برنامه ازش عذرخواهی کردم، برایشم فرستادم، گفتم آقا ما برای که به شما حسن نیت نشون بدیم، این آمریکایی‌ها میگن تو show you our good faith، برای که به شما حسن نیت نشون بدیم ما این کارو کردیم. ولی آقا همچینم حالا نیست، طرف اینجا موشک درست کرده رفته میارن شب جوک میگن براش فلان اینا، حالا شما یه دستگاهی درست کردی، اونم من که ننوشتم، دوست شما آقای علی ترابی نوشت که این سنگ توالت درست کرده، ولی اون بالا من دیدم بیده است. بیده حقیقتا میشه بگیم آفتابه بدون حوض، این آفتابه بدون حوض یا این شلنگای آبی جدیدی که چقدرم کثیف بود. آفرین به این آقا که اینجوری تمیز درست کرده. من هر وقت میرم توی خونه حتی آمریکا ایرانیایی که اینجا هستن فکرش میکنیم این نفر قبلی که بوده با کدام دست گرفته، با کدام دست شسته، با کدام دست اینو گذاشته بالا، سر شلنگی که افتاده این ور ور چه آبای ریخته و فلان اینا. الان تر تمیز اینجوری میزنن. ژاپنیش اومده 6000 دلار برات موزیک میخونه، شما اینجا باد از خودت در میکنی، اون برات موزارت میزنه. نمیدونم در هر صورت برم سراغ این نوشته ها. بذارید دوستان تا اینجا هستیم یه نفر دیگرم امروز ما بکنیم بیرون از اینجا. بذارید ببینیم که این نمیدونم میشه به اینا بگیم آقا. این سم میرباقری نوشته اینقدر ارعر نکن چال میدونی لب کلفت. والا دیگه الان ما اینجا میگن سیاه ها لبشون کلفته، ولی ما دیگه اولا من شیراز بودم، چاله میدون اصلا نمیدونم کجا هست. ولی شما دوستان نگاه کنید، اینا فرزندان کوروشن، اینا میخوان آخونده رو از ایران بکنن بیرون، بعد آقا رضا رو ببرن ایران. نگاه کنید این آقای سم میرباقریه، چه کارش میکنیم؟ بهتون گفتم ببینید تا میای چی پیدا میشه؟ رضا تنبل. یعنی اصلا اینا معلومه ها، همه شون میگن که همه اینا از یک جا به اصطلاح الف خوردن. نگاه کنید عکس خودش، حالا مال خدا میدونه مال چند سال پیشه، گذاشته اینجا عکس. نگاه کن رضا تنبل اینجا بین زنا پوز داده. چیکار میکنی؟ دوباره میای شما میگی این ریپورتش میکنی، report this profile, this is fake account, submit. میذاری فیسبوک رسیدگی کنه، بگه آقا این که نمیشه اینجوری تو به هر کسی که چی باشه بیای فوش بدی، و بلاکش میکنی. بلاکش کنی دیگه نوشته های این رو من نمیبینم. یعنی چی؟ یه سرخر کمتر. یه نفر اون روز گفت که من حالا دیگه میرم برنامهات رو نمیبینم. گفتم تو شیراز میگن خوشا باقی که توره ازش قهر کنه. توره فکر کنم به شغال میگفتن توره، من نمیدونم واقعا چرا این تصویر کامپیوتر ما رو کج نشون میده. یعنی هرچی هم ما دوربین رو میاریم جلوش که صاف باشه کج نشون میده. شاید من همین این عینک میدونی شیشه وقتی محدب یا مقعر باشه به اصطلاح شما نمیتونی توش چیز صافی پیدا کنی، شاید به خاطر این. خب ایرج میرزا رو دوستان کتابشو اگه ندارید روی اینترنت شعراش پره، بخونید و یه کمی سعی کنید حقیقتی رو که اون گفته قبول کن. و اما این دوستمون
که آقای دکتر ایران بومی هست چیزای قشنگی می‌نویسه، ویدیوهای قشنگی درست میکنه و امروز اینو فرستاده کامرای دو. نوشته هیچ چیز در طبیعت برای خود زندگی نمی کند. رودخانه ها آب خود را مصرف نمی کند. درختان میوه خود را نمی خورند. خورشید گرمای خود را استفاده نمی کند. نتیجه زندگی برای کمک به دیگران. این است قانون طبیعت. چقدر قبول دارین اینو دوستان؟ اگه قبول دارین مخصوصا الان اون آگهی شراینر رو که ما گذاشتیم و به عنوان یه خدمتی به این بچه‌هایی که به اصطلاح فلج هستن، توی موقعی که دنیا اومدن دست نداشتن، پا نداشتن، اینها یه خدمت کوچیکی در حد خودمون انجام میدیم. امیدواریم شما هم به اینا کمک کنید، ماهیانه یا یه چیزی به اصطلاح پرداخت کنید. و اما ماجرای بهتون تبریک بگم، این با وجودی که ما توی ایالت آلاباما نیستیم، ایالت آلاباما میدونید که یکی از اون ایالت‌های نجات پرسته که چندین برنامه مختلف، مثلا اون سلما توش بوده، یه چیز دیگه داخلش بوده، که اون دانشجوها اینا رو آتیش میزنن بوده، کلیسا حمله کردن بوده و اینها. ولی امروز هم با وجودی که میخوان بگن ما رسیدیم به قرن 21، هنوز حقیقتا نرسیدن و از جای دیگه آمریکا عقبن. حالا چه خوششون بیاد چه خوششون نیاد، مثلا این آقای روی مور دیروز با همسرش با اسب تلیک 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 مثل قرب وحشی 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 رفتن رای دادن، آخر شبم باخت. ولی اینا چون پر رو دست درازی کرده به بچه‌های دختر، بچه‌های 14 ساله 15 ساله و احمق، یه در روزی گم شد و پیداش نبود، حالا دیدن یه دختر 12 ساله باهاش مصاحبه کرده، میگن آقا تو اینقدر گندت بالا اومده به جایی که بیای از اون ور چیکونی رفتی دختر 12 ساله رو بردی با خودت مصاحبه کردی. بمانه با یه اسبی اومده، اسم اسبش هم هست سسی، گفتی که طرف مسخرهش میکرد، شب میگفت که به بچه‌ها، به دختر بچه‌ها میگه میخواین با سسی بازی کنین. اسب ابلغ بسیار قشنگی هم بود، خودش ابلغه ولی اسب ابلغ، یادتونه اسب ابلغ دم چی سم طلا آسه بیای همچین شعر مال ویگن بود. دست دوستان راجع به ویگن، این آقای آرمین 24 میاد با آقای اسلام شمس در گرین هاوس اینجا ویرجینیا هستن، به احتمال 99% بنده هم اونجا خواهم بود. خوشحال میشم شما دوستان را هم ببینم، خوشحالتر میشم اگر با هم اون شب اصلا نه سلام علیکی بکنیم نه حرفی درباره رادیو تلویزیون بزنیم و بعدش زنگ بزنید پیام بذارید آقا خوشحال شدم دیدم شما اونجا هستید، منم بگم منم خوشحال شدم که شما رو ندیدم. در هر صورت میگه که the widening gap between liberal and the people who hate them. این آقا رئیس جمهور فرانسه که خیلی هم ترامپ اول به اصطلاح بر علیهش تبلیغ کرد، بر علیه اون زنه که یه جورای شبیه خود ترامپ بود، هم از لحاظ اخلاق هم از لحاظ قیافه و اینها، بر علیه اون یا برای اون تبلیغ کرد، ولی وقتی اون نشد فوری به این تبریک گفت و بعدم که رفت اونجا چسبید بود به خانمش که شما چه هیکلی داری فلان اینها، بعدم رفتن با هم شام و نهار و اینها، ولی همون موقع از اون قرارداد فرانسه آمدن بیرون که برای آب و هوا هست، همین ماجرایی که الان کالیفرنیا توی آتش داره میسوزه، این ورش اینجوری سرمای بی حد، تگزاس برف و اینا، اون ورش آتش و اینها، و آقای ماکارون چی اسمش، اونم یه جورایی از این پریدن با ترامپ ضرر داره میبینه. و ببینید خود ترامپ مثلا وقتی دید این آقای مور بده، حتی برای تبلیغش نرفت توی آلاباما، رفت توی فلوریدا که بعداً با هم عکسی نداشته باشن. حالا اونم باخت و قرار شده دوباره به اصطلاح بررسی کنن، مگر اینکه زنگ بزنه به اون طرف بگه من باخت خودم رو قبول کردم. وقتی که آرا خیلی نزدیک هست، قانون بهشون اجازه میده که ریکاونت کنن یا دوباره آرا رو بشمارن، نه اینکه من برم تو خیابون بگم رأی من کو، بعد بگن مگه تو رأی دادی، بگم نه من رأی ندادم ولی رأی مردم کو.
اینجوری نیست. میگه اگر اینا کمتر از 1% اختلاف داشته باشن، با پول خودش میتونه یک سری نماین چیز بیاره، آدم بیاره بشونه، رأی ها رو نگاه کنن، حالا یا کامپیوتره یا شمردنیه بشمارن. این کار سال 2000 انجام شد. زمان اون موقع مال ریاست جمهوری، پول خودشون هم لازم نیست، یه سیستمی این پول رو میده با کمک گاورنر فلوریدا و اینها به اصطلاح هاپالو پول کردن و آقای جورج بوش رو برنده اعلام کردن و الگور به اصطلاح بازنده، با وجودی که الگور مثل همین خانم کلینتون رأی پابلیک بیشتر آورده بود، یعنی مردم بیشتر بهش رأی داده بودن، ولی همین سیستم بد و آقای جورج بوش وقتی انتخاب شد با این سیستم، یا الان ترامپ با این سیستم انتخاب شده، که نمیان این سیستم رو عوض کنن. اونایی هم که ضرر میکنن میبازن، نمیتونی که قدرت ندارن برن عوضش کنن. یعنی این سیستم بد که بهش میگن کالجی هم چیزی، این مونده که انگار که مثلا ماها فهم و شعور نداریم، یه عده دیگه برامون تصمیم میگیرن. یعنی ما وقتی میریم رأی میدیم حقیقت الکترال کالج یه چیزی اینجوری بمانه. خب ببینیم که این چی میگه. حسن من نمیدونم، والا این نمیدونم چرا امروز این دستگاه نوشته های شما رو یه بری مینویسه. بذار من ببینم اینجا توی، و جالبه روی فیسبوک هم چی خودمو نشون نمیده، به من میگی شما پرمیشن نداری بیای توی این سایت، به من میگی اجازه نداری. تصویر فیسبوک هم رفته افتاده یه کناری. میدونید که این کار خیلی بزرگیه، اینا مینتننس کردن این، یعنی سرویس و نگهداری این، یه چیزی مثل گوگل، مثل فیسبوک، اینها کار همه کس نیست. و اینا با وجودی که 24 ساعته دارن کار میکنن، بله میگه I'm keeping sending request is not going through. خب من نمیدونم والا، my account is، بذارید من از این ور، آها مرسی، ایشون از این ور آدرس ایمیلش داد. خب ببینید پس یه اشکالی توی اسکایپ هست، اگر شما از اون ور ریکوست میکنی ولی ترو نمیره، ترو رفتن یعنی نمیره، رد نمیشه. حالا جالبه که به منم اجازه نمیده. بذار ببینم naserpooli@hotmail.com. اوکی من براتون اینجوری بیارم، من اینجوری تایپ کنم ببینم ناصر. یه چی هم بهتون بگم، ما دوتا حالا اینجا ناصر پولی میبینم، کدومیشه؟ من دوتاشو میفرسم، این هستید گرفتید، یکی دیگه دوباره. خیلی ها با یه ایمیل میزنی این بهت دوتا چیز میده، ناصر پولی ات، اگر گرفتید بله این میگه هست، دوباره add to contact، send، من دوبار فرستادم، میخوام اینجا بهتون نشون بدم که الان صفحه ما آماده است برای تماس شما. و اگر دوست عزیز نمیگیره، یه اشکالی از توی اسکایپت باید خاموش روشن کنی. ببینید دوستان، ما خوبیش به که از روز اول کارمون بر اساس این بوده که با شماها خیلی رو راست. ببینید الان دوتا ناصر پولی، این یکی علامت سوال جلوشه، این یکی ناصر پولی سبزم هست، نشون میده شما هم هستی. بذار ببینم وصل میشیم. اینم ما دوربین رو خاموش کنیم از اینجا، تصویر ما میره داخل چیز، ببینیم. بله بله خدا رو شکر. شما لطف کن صدای فیسبوک و برنامه های دیگر رو ببند و با هم یک گفت و شنود دوستانه داشته باشیم. قبل از هر چیز اجازه بدیم من یه بار دیگه از شما حضوری عذرخواهی کنم. به دوستان هم گفتم، بعضی از دوستان شاید هم به دلیل اینکه منو نمیشناسن، خب من نباید اشتباه کنم بگم آقا همه منو میشناسن، میدونم من آدم شوخی هستم، بزلگو هستم، اونا با من شوخی میکنن، من با اونا شوخی میکنم. ولی دوستان، ماجرا از این قرار بود که آقای ناصر پولی ممقانی لطف کرده بودن، یه پیامی گذاشته بودن، من باید به ایشون زنگ میزدم بگم آقا اولا اسم شما چیه و درباره چی میخواین صحبت کنید. باور کنید من به دنبال مصاحبه یه نفر بودم، بعد از یک ماه ایشون یه تکست برای من فرستاده که سوربی من خارج از آمریکا هستم و ژانویه میام،
من اون روز دیدید صدای آقای حخاره که 9 سال 10 سال اینجا با هم هر روز صحبت میکردیم نشناختم. بعد برش نوشتم آقا شما کی هستی؟ اینم از من ناراحت شده. باید یه کمی من تغییر روش بدم. حالا هم از شما ممنونم که دعوت منو قبول کردید، نشون میدید که عذرخواهی منو پذیرفتید و دیدم که شما حضرت اون بزرگی شما رو میرسونه که به اشتباهی که آدم پی میبره همیشه میتونه در همونجا تموم کنه و من ازتون خیلی سپاسگزارم. خیلی من همیشه گفتم بله آدم های بزرگ هستن که عذرخواهی میکنن و آدم های نادان و اینها همیشه پافشاری میکنن که نه آقا فقط من درست گفتم، نه آقا من درست نگفتم، من اشتباه کردم، دو سه تا از دوستای دیگه هم به من گفتن. و وقتی مخصوصا دوستان میگن تأکید میکنن که آقا اشتباه کردی، باید بگیم چشم، از آقای ناصرخان عزیز عذرخواهی کردیم. و آقا شما میخوای درباره کی صحبت کنی و ماجرا چیه؟ آیا شما طرفدار ایشون بودید بعد برگشتید، یا مثل روز اول من تشخیص دادید که آقا این آقا یک آدم به اصطلاح بیکاریه، علافیه، بحران میانسالی داره؟ من چرا بگم؟ شما بگید، میکروفون در اختیار شما، بفرم. خواهش میکنم. ببینید من در قبل از همه چی اسم منو توالت چی گذاشتن، فلاش گذاشتن، همه چی گذاشتن. آیا اینجا من اجازه دارم که این دستگاهی که من اختیار کردم اینجا نشون بدم؟ آیا ویدیومو دارین شما؟ بله بله بله. الان دست شما اگه نشون بدین جلو دوربین بگیرید ما ببینیم. بله. بهتر همه میتونن که اون موقع بهتر میتونن قضاوت کنن چی هست چی نیست، در رابطه با چیه. بعد بریم به اون مسئله اون که متقابلش که بوده. یه لحظه لطفا ببینین. بله بله. این دستگاه که پکیجشه به این صورت میاد، اینجا نشون میده که توالت پیپر رو خط زده. بله بله. بعد اینو باز کنیم، آقا ناصر من فکر کنم ما چند سال پیش هم آگهی شما رو پخش میکردیم. احتمالا من از خیلی از تلویزیون کار کردم. من دقیقا یادمه. الان که شما این دستگاه رو نشون دادید، یه دستگاه جونداری هم هست. خود من اینجا یه سری بیدهای پلاستیکی فروختم، خودم تو فروشگاه ایرانی دیدم، ولی این خیلی جوندار و محکم و همه چیزم باهاش میاد. بله، با تموم لوازمش هم میاد. یعنی شما سلاحیه رو که میبینی، بله. یا هیچ کدوم پلاستیک ما توش کار نکردیم. بله بله. همش کروم براس کس براسه. بله بله. و تمومش لنگاش هیچ گونه پلاستیکی توش نیست، با تموم لوازمش به این صورت میاد. این وبسایت ما هست. بله. عکسش روی فیسبوک تونم گذاشتین، دوستان گله کردن که اون عکس معلوم نیست چیه. به نظر من یا عکس قطی رو بذارید یا الان فیسبوک بهتون اجازه میده اون بالا ویدیو بذارید. ویدیو رو بذارید. اگر در این راه هم کمک خواستید من در اختیارتون هستم، اونو با هم انجام میدید. ببینید این ماجرا، حالا بگید شما اصلا، ببخشید که من اینو میگم، سربی توالت سازه. آقا توالت ساختن، آشغال تمیز کردن، خیابون جارو کردن، اینا ما باید دستاشون رو ببوسیم، باید بدونی که بشناسیمشون بریم بهشون کادو بدیم. اگه اینا نباشن، من بارها گفتم آقا دکتر اگه نباشه ما یه خاکی تو سر خودمون میکنیم، شهردار اگه نباشه، ولی رفتگر اگه نباشه، اونی که ساعت 4 صبح 5 صبح میاد آشغالا رو میبره، یا همین حالا دستگاه سنگ توالت. اینم میگم اون روز آقای ترابی برای من نوشت که ایشون سنگ توالت، گفتم خب چه اشکالی داره، بهتر اگه نبود چه خاکی بر سرمون میکردیم. در صورت آقای ناصر پولی ممقانی بیده میسازه. این کلمه بیده فرانسویه نه؟ جانم این دستگاه خودم، این مخترعش خودم، این دستگاه رو خودم اختراع کردم. میدونم نه کلمه بیده، کلمه بیده فرانسویه. بله بیده، بیده یکی بیده هستش نوشته میشه یکی بیده، این بیده فرانسویه. بله اسم فرانسوی. این دستگاه ببینید آقای پارسا، این دستگاه تنها دستگاه من، این دستگاه رو من 92 اختراع کردم. نمیدونم یادتون میاد شما 90 فکر کنم 98 بود، ما بین فوتبال ایران و آمریکا که
اون موقع تلویزیون فقط تنها پاسارگاد بود تو تورنتو. بله بله. در وسط این فوتبال اون در پلاستیکش، نوع پلاستیکش که اولین بارم بود ساخته بودم، از اونجا پخش شد. و بعد از اون من خیلی هم تورنت های بسیار گوناگونی هم خودم ساختم با شکل و دیزاین خودم و همون دستگاهی دوشایی که توش بخار داره، تلویزیون، رادیو، اینا رو اولین باری که کسی ساخت من بودم و دوشایی که سرپا وای میسته از همه جا جت میزنه، اینا رو برای اولین بار که کسی که شروع کرد من بودم. بعد کهله رو نمیدونم اینجور کسا اومدن کپی کردن و چیزای دیگه، ولی اینو هنوز خودم الان تو دنیا اولین دستگاهیه که شما تو یوتیوب، گوگل هر جا بزنین دستگاه فلزی بیده تنها دستگاه منه. اون یکی پلاستیکی هن، بعد از 2 ماه میشکنن یا 3 ماه، پلاستیک جون داره، میشکنن خونه آب برمیداره، 1000 تا چیزای دیگه. و در ضمن در مورد اطلاعات در فیسبوک، در فیسبوک خودم هست ویدیوهایی که با تلویزیونهای متفاوت، با چیزای دیگه، با رسانه‌های دیگه هستش، اونجا هستن ویدیوها. و در ضمن خود همین دستگاه به نام ریم بیده رو بزنن، ریم بیده فور پرسونال هایجین، اونجا خودش هم پیج داره. و در ضمن از وبسایتمون هم میتونن دایرکتلی سفارش بدن یا شماره 188 539. من اصلا فیسبوکتون رو گذاشتم، دوستان بیان روی فیسبوک با شما تماس بگیرن و اگه خواستن، حالا بعدم اتفاقا خانم دکتر بهیه جیلانی از فرانسه نوشتن بله این کلمه بیده فرانسویه ولی الان دیگه اینجا نیست، حالا چرا نمیدونم، بگذاریم. به نظر من چیز خوبیه، تمیزی هست و اگر کسی میخواد با شما به اصطلاح تماس بگیره از طریق فیسبوک که میبینید دوستان با همین اسمی که خودشون ناصر پولی ممقانی. ولی امروز من و شما قراره چند دقیقه درباره یک موضوع دیگه صحبت کنیم، موضوعی که به نظر میاد شما را یه مقداری آزرده کرده و ناراحتید که چرا یه نفر داره از مردم، از صداقتشون، از مهربانیشون سوء استفاده میکنه. بفرمایید که چیه ماجرا؟ ماجرا من ایشونو که اول دنبال میکردم، از سفارت دیدم یه مقدار، من برای من هم یه حالت شجاعانه نشون داد تو اون برنامهش، بعد شروع کرد راه اومدن و اینا. وقتی من تو جاده ها میدیدم اینا، تو اتوبان ها اینا میدیدم، یه مقدار به خودم گفتم که آخ مگر میشه؟ چون پدر من، خود پدر من، یعنی این اتفاق به خود من افتاده. خونه ما نزدیک جایی که بابام میرفته قدم بزنه، بابام 85 سالشه، میره از اگزیت به اتوبان اشتباهی، تا میره اونجا پلیس میاد میگیره. بله، بلا فاصله پلیس میریزه 2-3 ماشین، اینو برمیدارن، این بیچاره هم نمیتونست انگلیسی صحبت کنه، کارتشو نگاه میکنن، یه دفعه دیدم دم خونه 3-4 ماشین پلیس. گفتم چه خلافی کردیم حالا؟ بعد چیز کردن، گفتن آره ایشون تو اتوبان بود، قشنگ با احترام برداشته بودن آوردن در خونه گذاشتن، گفتن اشتباهی رفته، ما اینجا قدغنه در جاده ها اتوبان ها نمیتونه اینجوری را بره. گفتم معذرت، خب نمیدونست خودتون میدید که زبون بلد نیست. در هر صورت خیلی با احترامانه گذاشتن و رفتن. وقتی من ایشون رو تو جاده ها تو اتوبان ها دیدم، به خودم گفتم آخه مگر میشه ایشون تو جاده ها آزاد باشه همینجوری بره؟ از اونجا من به شک افتادم. بعد اینو هی دیدم تا حتی زمانی که یه جایی بود که ایشون به اصطلاح کمپ زده بود، کمپای از اون مصنوعی ها، چادرش داشت جمع میکرد به اصطلاح، بعد یه بادیه طول سگ هی اینو میرفت بغل این، یعنی انگاری که داشت التماس مهربونی از این میکرد، هی براش میزد. بعد دیدم این با پاش همینجور این سگه رو پرت میکن، یه مقدار پرت کرد. تو ویدیوهای لایف خودش هم میبینین شما. من به این نوشتم تو که مهربونی رو بلد نیستی به یه دونه سگی که داره ازت التماس چیز میکنم، طول سگ، اونم بچه سگه، تو چطوری میخوای بری به مردم ایران مهربونی کنی؟ و از اونجا من، برای من آگاه شد که این یک آدم شیادیه. دنبالش کردم، بعد دیگه
برام واقعا آگاه شده و حتی گفتم به خودم که چون خودم اون موقعهایی که 30 سال پیش چون 30 سال فقط تو کانادا هستم که وقتی که من به خودم اومدم به خودم گفتم این من از وان اومده بودم، گفتم این احتمال داره بره وان اونجا بشینه. بعضی از ما این مسائل رو برای ایرانی‌ها خیلی آگاهه، مخصوصا برای ایرانی‌های خارج از کشور، شروع کنه که برای من کمک کنید یه هفته دو هفته، همینو من تو بعضی جا هم نوشتم. بعد این رفت و رفت، مسیر شد بله وان. اون موقع اول مسیر یک سره پاسارگاد بود، اصلا از وان و اینا هیچ خبری نبود. بعد این که رفت وان، بعد من خانم بیدخت رو دیدم در فرودگاه تو لایوشون، گفت که بله مردم من دارم میرم یه قهرمان رو ببینم، یه عاشق رو ببینم، یه فلان رو اینجوری رو کمکش کنین، اینجوری کنین، ما باید پشت سر من اومدم دارم میرم. برای من واقعا از یه نفش بدتر بودم که وقتی که دیدم که اونجا شروع کرد، من اولین باری که دیدم این شروع کرد برای کمک خواستن اونجا بود. این همینه که دوتا خانم، یکشون با گله یک معمولی میرن جلو اینو، بعدش هم حالا مثل که اوزا... نه قبل از اون، قبل از اون. استانبول بود داشت میرفت. حالا آقای ممقانی اجازه بدید من اینجا میگن سوالای غیر ممکن، ولی سوال غیر ممکن بگیم که ببینیم، گیرم که ایشون راه افتاد و از یک راهی هم رفت و پاسارگاد اومد بیرون، خب میخواد چه کار کنه یه نفره؟ عزیز من ایشون کلش کلاهبرداریه. ایشون ببینین، شما اونو نگاه نکنید، شما کسی رو میخواین بشناسین برین تو ذاتش. ایشون خودش تو لایف با من دو تا لایف داشت، روی یکی گفت که من چرخم 120 کیلوه وزنش و از گفتم از جاده ها و اتوبان ها که قدغن چطور اومدی؟ گفت از دشت و صخره ها اومدم، تنها جایی که گفته. بله. بعد من کشیدمش زیر سوال، گفتم تو پشت به یه وانت گذاشتین رفتین این ور اون ور، عکس زدین، چادر زدین خودتون رو، یه خود کثافت کاری و اینا که من دارم میام. گفت من از دشت و صخره ها اومدم. بعد میگم که با این چرخ شما که تو پیاده روهای آنکارا نمیتونستی راه بری، این چرخ چجوری میشه که آخه توی دشت و صخره بره؟ بعد من بردمش زیر سوال که این پاس 30 سال کسی که پاسپورت اون من قد شدید آقای، اجازه بینید دوستم الو. بله اگه با تلفنه مطمئن بشه که چارجرش بهش وصله، قد شد. ولی تا نه با آیپدم. بله. تا اینجا رو شنیدیم که شما بهش گفتید که به اصطلاح شما 30 سال اونجا هستید و چیز نده. بله ایشون از 15 سالگی ادعا میکنه که رفته سوئد، الان هم 47 سالشه. اولا خیلی عجیبه که یه نفر، حالا میگیم چون از ایران بوده و ما ویدیو شما رو نداریم زمنا. نداریم. بله لطف کنید اونو بس کنید. از ایران آمده به این زودی ازدواج کرده، بعد تازه بچه هاش هم باز ازدواج کردن، الان میگه من نوه دارم و اینها. ولی با همه اینها امکان داره، ولی این که آخه من یه نفر، همون آقای عادل شریفی، باز رفت ویدیو شما بود. آره الان هستش. آقای عادل شریفی با من تماس گرفت، گویا ایشون منو میشناخته، با وجودی که آقای عادل شریفی هم ادعا میکرد که از ایرانه، ولی بعدن من فهمیدم که الان از ترکیه یا بالاخره. گفت که یه مصاحبه با این بکن. گفتم چیه؟ گفت اینم مثل اون دوچرخ سوارایی که 15 سال پیش دو نفر به نام حسن و امیر آمدن و اونها درست برخلاف این آقا میگفتن ما وقتی میخوام بریم یه جایی نقشه رو نگاه میکنیم، راه دوچرخ رو از مردم محلی کمک میگیریم، مثل اون برادران امیدوار بودن سالها پیش. اونا ما اینجا کمکشون کردیم، براشون پول جمع کردیم، تلویزیون رنگارنگ پول جمع کرد، براشون آکشن گذاشتیم، براشون مهمونی‌های مختلف گذاشتیم، رفتن کالیفرنیا رو، رفتن استرالیا رو، رفتن و به سلامتی هم برگشتن ایران که ناگفته نماند. هیچ عملی هم انجام نشد، نه صلح و دوستی در جهان راه افتاد، نه چیز. حالا این آقا من بلافاصله تا باهاش صحبت کردم گفتم آقا شما، اولا منو یاد حخا انداخت
که آقای حخا رو هم میدونید خیلی ها به من نفرین میکنن که تو سوربی تا آوردیش تو تلویزیون، میگم بابا من نیاوردم، این دروغگو بود. آقای حخا رو آقای منوچهر گنجی و اون آقای طاهر کی بود خدا بیامرز مرده، اینا اومده بودن، اینا میخواستن تلویزیون بزنن. آقای حخا اینجا با اردشیر زاهدی اون خونه ای رو که تو دوره شاه خریده بودن، اینا اونجا رو کرده بودن محل عیش و عشرت. این اونجا مثل چی میگن اینایی که وسایل سور و سات را میندازن، اینجوری بوده. ولی به من اومد دروغ گفت و گفت من فارسی هم بلد نیستم و 17 تا زبان بلدم. همین آقا هم وقتی حرف میزنه یه جوری میخواد بگه من فارسیم خوب نیست. و ببینید چقدر شما درست گفتی، اینا کلاه بردارن، اینو میگه که بعدن به عنوان اینکه فارسیم خوب نیست بتونه راه گریز داشته باشه. بله بله. حالا این ماجراش چی شده الان مونده توی بله بله آقای پرس، ببینید ایشون زندان، من تو با من که تو لایف داشت، من ازش کشیدم تو زندان بوده. خب بعد میگه که معلم بچه های کوچیک بوده که معلولن و اینا. بله. و اون موقعی درس دادن سر کارش مثل که از اینجا مجروح میشه، از اولش میبره، نمیده چه از گلوش میرن، از پشت گردنش مهره هاش که ساویده توی به بعد موقع بچه ها درس دادن، ببین چقدر کار سنگینیه. بله. که بعد میره یک سال و اندی هم از دولت سوئد از کامپوزیشن حقوق میگیره ولی روزه 30 کیلومتر راه میره. اصلا یه چیزایی میگه به مرغ پخته بگین از سر میز بلند میشه با بالهاش آدم سر کله آدم میزنه. ولی عده‌ای دور بر این جمع شدن، این دست تنها نیست، این دستی پشت این هاست که دارن واقعا با خون جوانای ایران دارن بازی میکنن. مشکل من دوتا مشکل دارم با این. مشکل اولیه من اینه که این داره خون جوانا رو داره تحریک میکنه، اون جوانایی که آشنایی با کشورهای دیگه ندارن، با اداره پاسپورت و عفو رهبری و ویزا راه چجوری فکر میکنن که بله مثل ایران میتونن هر جا خواستن راه برن، اونا رو نمیدونن، آگاهی ندارن. به خاطر اونه که من دارم خودم رو بیتری کنم که به بچه های ایران برسنم که عزیز من این آدم شیاد کلاهبردار دروغگو یه دزد روزانه است که داره روزانه میخواد به نام شماها دزدی کنه، به نام کشورتون دزدی کنه. آقای پولی مرغانی، شما اینه که گفتید کاملا درست میگید. اگه نگاه کنید و ویدیوهاشو دنبال کنید، همون کسی که ترتیب برنامه های مصاحبه ایشون رو میداد و برش به اصطلاح پروموشن مجانی از این ور اون ور میگرفت، اون بعد... با همه بله بله همینو میخوام تایید حرف شما. معلوم شد که گویا اون آقا یک حسابی رو انداخته، مثلا این آقا من الان 20 سال این کار انجام میدم، یه نفر میگه حساب بانکی شما تو اروپا چیه، میگم ما نداریم یا باید اینجا. و اون ببینید شما الان چند تا نقطه رو گفتید که چون درسته من باید بازش کنم. یکی میگید به دوستان ایرانی، بله درسته که اروپا الان با اون ویز با اون یه پاسپورت شما همه جا میتونی بری، ولی کشور نمیدونم ترکیه و سوریه و فلان اینها، این روزا که مسئله تروریست هست و اینا، همینجوری شما نمیتونی یه گاری یا یه سه چرخی برداری راه بیفتی این ور اون ور، بعد هر جا میرسی دعوتت کنن بیا بشین چای بخور، بیا بشین، مشکلاتی داره و اینها. و اون آقا رو حالا این یکی آمده افشا میکنه، میگه این به من گفته من نوارهای از تو دارم که پخش میکنم، بعد منم میخوام بهش بگم خب تو داری پول جمع میکنی، کامپیوترت از من داری، سرویس ها رو از من داری. یه دفعه دیدیم اون آقای عادل شریفی هم عوض شد و گفت خب حالا این آقا ممکنه خودش اشتباهی هم کرده باشه. ولی دوستان، کسی که گفته من زن و بچه و دختر و نوم رو ول کردم که بیام برم دنبال صلح، دوستی، آزادی ایران، الان رسیده به یه جایی که هر شب رقص و پارتی و بین این خانم ها، این بیچاره خانم ها هم که آقای حخا میاد بهش دل میبندن، آقای فرود چی بود اون فولادوند میاد بهش دل میبندن، و مثل اینکه خانم ها چون قلب حساس تری دارن، دل حساس تری دارن، زودتر هم گول میخورن. بله. مواظب باشید و دنبال کنید آقای ناصر پولی ممقانی رو. شما برنامه هم روی فیسبوک و اینستاگرام و اینا میذارید، در تماس باشن. دوستان کلک نخورید، اینا بعد به ریش شما میخندن، یک بعدم آخوندان مسخرمون میکنن،
میگن بفرمایید مگه نوار حخا رو نیذاشتن با اون سرود 20 نفر نشسته بودن یکیشون سرود ایران رو بلد نبود تا آخر بخونه؟ مگر اینا فیلمایی نساختن؟ اینم میشه مسخره همون. من ساکت میشم، شما بفرمایید. ببین جناب پارسا، مشکل من تنها با پول جمع کردن ایشون نیستش. مشکل من اینه که این ایرانیایی که دارن، من تا به حال خودم 26,000 دلار جلوگیری کردم از پول رفتن به جیب این کلاهبردار. بله. از ایرانیایی که پست منو دیدن با من تماس گرفتن چرا بر علیه اینی، و ساعت ها من شده که شبها شبونه روز 24 ساعت یک ساعت خوابیدم، فقط پشت اینترنت بودم با اینا، همه چیزم هم ریسک کردم درباره این گذاشتم که جلوگیری کنم از این، و خواهم کرد و تا آخرش هم هستم، چون پای جوانهای وطنمون جلوی که آگاهی از خارج از کشور ندارن، و در اینجا من به عنوان یک ایرانی فقط، نه عضو هیچ حزبی نیستم، نه جیب من یک قرون از این میاد، یا نه اینکه من اگر فردا رژیم بشه برگرده اونجا برو هستم، من چه زندگیم تو کاناداست، من زندگیم ریشش تو کاناداست، من رفت برم اونجا زندگی کنم نیست، و الانم بخوام برم من میتونم به راحتی هم برم، ولی در حال حاضر من 7 سال ایرانم نرفتم. اوکی؟ بله. یعنی ادعای هیچی ندارم از هیچ کس، فقط مشکل من حفاظت از جان بچه های ایرانیه که ایشون داره شستشوی مغز میده، مثل چارلز منسون نمیدونم، یه که طرفدارشو زهر داد کوچ که اگه منو باور میکنه من پیغمبر این اینا رو بخورید، بعد همش زهر رخته بود که همشونو کشت. اون نه، اون یکی دیگه بود، چارلز منسون کسی بود که خانم شارون تیتو کشت و چند روز پیش فوت شد، ولی میدونم اونو که بردشون یک کشور دیگه، همه رو اون به اصطلاح شربتی درست کرد و اینها. درباره این جوونا هم که شما هشدار میدید دوستان، باز گوش کنید، ایشون میگه من نه ادعایی دارم نه درخواستی از کسی دارم، من احتیاجی ندارم، ولی ببینید چی میگه آقای حخا. وقتی اون شایعه من میام ایرانو پرواز میکنم میدون شهیاد میشینم و بیاین دم دانشگاه، یه عده جوان ساده لو بلند شده بودن، حتی شیرینی هم خریده بودن رفته بودن جلو دانشگاه. یعنی چی؟ یعنی آقای حخا شده بود عین پاسدار باید بدوه تو خیابون بچه ها رو بگیره، اینا با پای خودشون رفتن تو دام و اینا رو گرفت، گفت نمیدونم 700 تا 800 تا رو گرفتن. شما به من بگید از اون روز به بعد آیا آقای حخا اهورا خالقی یزدی یک کلمه درباره این اشتباهش یا درباره این برنامهش صحبت کرده؟ هفته پیش آمد آمریکا، بهش گفتم آقا اگه هستی یه مصاحبه با هم داشته باشیم، ضمن اینکه لازم نیست شما توی محل باشی با من، شما میتونی نمیدونم سوئد هم باشی با من مصاحبه کنی. چیزی که هست اینا میترسن، دلیل اینکه دروغ گفتن، دلیل اینکه من نمیدونم، یا با برنامه یا بی برنامه، همون جوری که شما گفتید بچه های جوان و احساساتی و ناراحت و بیکار رو دو دستی با پای خودشون میبرن در دام سپاه پاسداران. حرف من اینه، حرف آقای ناصر ممقانی اینه، و اگه شما دوستان صحبتی دارید و فکر میکنید من و ایشون مأمور جمهوری اسلامی هستیم، برید کمک کنید، برید را بیافتید همراش، برید این ور اون ور، ولی مطمئن باشید وقتی عکس میگیره فیلم میگیره میگی من اومدم تو صحرا، تو صحراست، پشت حیات خونهشون نیست. اونو چجوری میتونید؟ من نمیدونم، اگر یه آدم درستی بود آدم یکی دیگر رو میگه کجاست برو بیاد، یا چند نفر بهش میپیوستن، یه نفر آدم را افتاده برای یه نفر دیگه هم شده مغازه پول در آوردن و پول چاپ کردن و به این صورت. بفرمایید ایشون آقای فارس. ببینید شما هم تو خارج از کشور هستیم، من هم هممون میدونیم اگر کسی با همچین ایدهی میخواست کاری بکنه، اینی اونی هم که این که داره میگه من یک سال و نیم داشتم آماده میشدم، هزاران خبرنگار دنبالش میفتن، شما که شما هستین خب شما دنبالش میکنید که کجاست، فیلم بردارا باهاش میرن، اینجا مثل ایران نیست،
یعنی همه جا دنبالش میرن که اینو قشنگ نشون بدن اینجا یکی میخواد از این ور رودخونه به اون ور رودخونه شنا کنه یا 10 کیلومتر دوچرخه سواری کنه برای مثلا برای سرطان یا برای ارگانیزاسیون مختلف، فیلم بردارا نمیدونم کلی اکیپ باهش میرن که ببینم واقعا این درسته، یعنی 1 کیلومتر تا مترش هم براش اینو اندازه میگیرن. و این آقایی که میگه 6000 کیلومتر راه رفته روزی 10-15 کیلومتر، شما حساب کنید روزی 20 کیلومتر هم ما بگیم 10 کیلومتر رو ولش کن میشه این چند روز؟ 300 روز. بعد به من میگه که من حدودا دو هفته تو یونان بودم، یک ماه هم تو کشورهای دیگه بودم، میشه این 345 روز. آقا این 345 روز میشه 11.5 ماه. 11.5 ماه این میگه من 6 ماهه اومدم. عقلتون کجاست؟ یعنی اعدادم ردیف نیست. بله، به هیچ عنوان. آقای ایرانی، من حرف من اینجاست، ای مادر من، خواهر من، برادرم، پدرم، عزیز من، شمایی که به این دارین کمک میکنین، کمک مالی میکنین، این یک موداده، معتاده، یک حق بازه، یک کلاهبردار و دروغگو از اول ماجرای کارش، از اون 30 سالگیش، از زندان رفتنش، از سر دولت سوئد کلاه گذاشتنش، از همه اینو، از راه اومدنش که همش دروغه، برای ساختگیه، برای شماها ساخته، با احساسات شما بازی کنه. شماها مجرم هستین با اون که به اون کمک میکنین فردا خونه جوانان ایران بریزه، شماها مجرم هستین. یعنی مثل این که یه نفر میخواد از دیوار خونه شما بره بالا و منم میبینم داره از دیوار خونه میره، میگیم آقا چرا میری؟ میگی من این خونمه، ما میریم براش نردبون میاریم، وقتی که میدونیم بابا این خونه مال این نیست. یعنی گول خودمون میزنیم. دوستان، نردبان این دزد نباشی. تمام حرف ما اینه. آقای مقوانی، من از شما ممنونم، امیدوارم در برنامه های آیندهم با شما باشیم. اگر خواستید اون ماجرای بیده و اینها رو، من یادم به درست چند سال پیشم ما آگهی شما رو داشتیم، اونا رو داشتیم. بله. بله، در هر صورت با هم کار میکنیم. خیلی خوشحالم که دعوت منو پذیرفتید. یه دقیقه وقت شما رو بگیرم. بفرمایید. از بزرگوارتون خیلی سپاسگزاری میکنم. اون روز من واقعا خیلی ناراحت شدم در مورد اون اشتباهی که پیش اومده بود، و شما بزرگواری خودتون رو رسوندین که با این عملی که کردین برام مسیج دادین. با واقعا اون افتخار، آدم افتخار میکنه که همچین مرد بزرگی. من ممنونم. آقا بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، و اون ویدیوهایی هم که روی اینستاگرام و اینها چیز میکنید اگه خواستید میتونید از تلویزیون مردم پخش کنید. مرسی که با ما بودید، ممنونم که مهمان ما بودید. به امید دیدار. دوستان عزیز، با آقای ناصر پولی ممقانی بودیم که روی فیسبوک میتونید ایشون رو دنبال کنید، و متاسفانه روزگار غریبی شده و هر کسی، حالا میگم اون وقتا اقلا میگفتن با یک کامپیوتر، الان دیگه با یک تلفن میتونن از هر جایی بیان و روی گوش و هوش و عقل و چشم شما کار کنن. مواظب باشید، مواظب باشید، مواظب باشید. ما خودمون اینجا بارها به شما گفتیم به دیگران کمک کنید، خواستیم که به هم نوعتون کمک کنید، ولی اگر یه نفر معتاد بلند شده، راه افتاده، رفته، شما خرج دوای اینو بدید بعد هیک بشینید بگید جاوید شاه و کوروش و فلان، اینها، این به جایی نمیرسید. عقلتون کجاست؟ اینم از این ماجرا. خب ببینم که این دوستمون واشنگتن پست رو هم خوندم، و اما قحطی بزرگ ایرانی، من یک بار دیگه هم درباره این صحبت کرده بودم و این رو نشون داده بودم، ولی باز هم جا داره که نشون بدیم. اجازه بدید یک ویدیویی هست به مدت 3-4 دقیقه، و یک لحظه من این ویدیو رو برای شما. اجساد چروکیده زنان و مردان در معابر عمومی افتادند، در میان انگشتان چروکیده آنها همچنان مشتی عرق که از کنار جاده کندند و یا ریشه هایی که از مزارع درآوردند به چشم می‌خورد. با این عرق ها می‌خواستند رنج ناشی از قحطی و مرگ را تاب بیاورند. این توصیف وحشتناک نه بخشی از یک رمان است و نه صحنه هایی از یک فیلم جنایی. مشاهدات یک افسر انگلیسی است به نام داناهو از ایران پس از قحطی سال 1296 شمسی.
در سالی که زمین‌های زراعی ایران خوب محصول داده بود و خبری از خشکسالی نبود، انگلیس‌ها تمام محصولات را خریداری و انبار کردند. جلوی واردات گندم از عراق، هند و آمریکا را گرفتند و با همدستی نانوشته احتکارگران قحطی بی‌سابقه‌ای به وجود آوردند. نتیجه‌اش مرگ 10 میلیون نفر بر اثر گرسنگی. بر اساس اسناد وزارت امور خارجه آمریکا، جمعیت 20 میلیون نفر ایران. حالا دوستان همین رو داشته باشید شما. سوال اینجاست که چرا 10 میلیون ایرانی کشته میشن، یه دونه با همت با غیرت نداریم که بیاد بره دنبال این کار، یقه اینا رو بگیره؟ تازه بعدم این بکنم قحطی که میگن قحطی دروغی بوده، یعنی مثل احتکار اینه که شما بخری از من قایم کنی بعد به نرخ زیادتر و اینها. ولی 6 میلیون کلیمی که تازه اگر 6 میلیون باشه که این کلیمی ها مال یه جام نبودن، مال چندین کشور بودن. و تازه سوال اینه که اگر آقای نتانیاهو امروز میگه کلیمی ها 3000 ساله که توی فلسطین و نمیدونم اسرائیل بودن، پس تو اروپا چه کار میکردن که این بدبخت احمدی نژاد با همه خریتش گو آقا بذارین مردم بیان تحقیق کنن؟ چرا درو بستید؟ چرا هیچ کس نمیتونه راجبش حرف بزنه؟ و من جوونی رو که امروز میخوام باهاش مصاحبه کنم، این جالبیش اینه که ایشون یک بار، بذارید من اینو قطع کنم ببخشید دوستان، یک بار درباره مصدق نشست و نوشت و تحقیق کرد و آمد در کانون ایران، کانون دوستداران فرهنگ ایران صحبت کرد، و این بار رفته درباره همین هولوکاست، این کشتار. الان ایام عید کلیمیان بهشون هم تبریک میگیم، چه معجزه ای شده. یه روغنی رو روغن چربی ریختن توی یک پیسوز بهش میگفتن، و این برای این که به جای این که یه روز کار کنه 8 روز کار کرده. حالا خدا میدونه طرف خوابیده بوده، باباش میمده دوباره پرش میکرده. این شده معجزه کلیمیان. و 9 روز برید جلو وایت هاوس، الان میبینید یه چیزی اینجوری درست کردن، 9 تا شاخه داره و شمع میان روشن میکنن. آقای ترامپ هم که از یک طرف با کلیمی ها بد بود، از این ور چون دخترش کلیمی شده به خاطر اینکه دامادش کلیمیه و طبق این قانون کلیمی ها نواهاش کلیمی هستن، مجبور اینا رعایت کنه. و مملکتی که من و شما میگیم استیت جدا از به اصطلاح دین و حکومت جدا هست، برید ببینید چجوریه. این ورش درخت کریسمس که مال مذهب مسیحی هست، اون ورش این هانیکا و نمیدونم چی بهش میگن مال کلیمی هست. خب مسلمان هم فردا میاد میگه چرا من نیام؟ خاک تو سر، مسلمان ها جشن مشن ندارن. چی بگم بال؟ این هم از این فیلم. بریم بعدیش. بله این فیلم هم اگه بتونم براتون میذارم. بله این دوستی که امروز میاد سوالا رو اینجا نوشتم. Working people demand a raise too. آقای منصور استانلو بعد از اینکه با تلاش‌هایی که کردن تمام کارگرای ایران رو آزاد کردن، اصلا حکومت ایران رو از آخوندها گرفتند و دادن دست کارگرا، بعد آمدن نیویورک زندگی میکنن. حالا به قانون آمریکا به خاطر تکس و مالیات و اینها ایراد میگیرن و چه فعالیتی هم شروع کردن، پتیشن یا همون تومار، آقا بیا امضا کن که به اینا بگیم حالا که میخوای اینو درست کنی حتما حقوق کارگران رو رعایت کن. آقای استاندو، اول اتاق خودمون، خونه خودمون، فامیل خودمون، خیابون خودمون رو تمیز کنیم، مرتب کنیم، بعدن بیایم این برنامه. اگه بنده به عنوان یه آمریکایی اینجا انتقاد میکنم، من 32 ساله از ایران آمدم بیرون، بارها گفتم آقا من ایران برو زندگی کن نیستم، من اینجا زندگی میکنم، من اینجا مالیات میدم، من اینجا به اصطلاح بچه هم بزرگ شدن، اونا مالیات میدن، ما اینجا اگه عیب و ایرادی باشه ما میگیم. نمیخوام به شما بگم شما حق نداری، چون تو آمریکا این اشتباه بزرگی که یکی به یکی بگه تو حق نداری، شما حق داری. ولی عزیز من آخه یه چیزی بگو که به قول این دوستمون مرغ آپز نخنده. شما حالا اومدی تو نیویورک،
با خرج دولت آمریکا، احیانا کمک سوشال و بچه هات مدرسه و خانمت بر سر کار و خودت کلاس انگلیسی و اینها، هنوز نرسیدی میخوای در بیافتی به قانونگذارای اینجا؟ کوتاه بیا آقا، وا بده. یه دوستی داریم رشتیه، میگه آقا وا بده دیگه. بله، مجاهدین در پاریس تظاهرات داشتن به خاطر روز حقوق بشر، خیلی جالبه، 10 دسامبر بود. و ببینید این سایت رو من قبلش بخونم براتون چی نوشتم. برای آقای ترشیزی نوشتم: به مجاهدین امروز پیشنهاد کردم چند تا آدم آهنی بخرن، به زودی شما اونجا فقط پرچم میبینی، از آدم خبری نیست. دوستان این عکس و تظاهرات رو نگاه کنید. بعد جالب اینجاست که آقای این مال وبسایت وایس آف امریکان، آقای غلام ترشیزی میگه خب پاریس خیلی سرد بوده، یعنی اینا حتی تاریخ هم یادشون نیست که 22 بهمن که انقلاب شد، یعنی از ماه آذر و آبان و بعد دی بعد بهمن، مردم توی اون سرما میرفتن تظاهرات. حالا نگاه کنید دوستان، اینا هم رنگ زرد، هم فقط شما بنر و تابلو و بادکنک و بادبادک و بیرق و عصا نگاه کنید، فقط اینا نگاه کنید. حالا اون پشتم پرچم مال عراقه، مال سوریه نمیدونم، سبز و سفید، زیرش مشکیه دوستان، نگاه کنید، سبز و سفید و مشکی، بالاش هم 3 ستاره است. اینا کسایی هستند که کرایه‌ای پول میدن میان، حالا اومدن پاریس. اینم آقای چیز هست فکر کنم، ابریشمچی که بهش میگن شریف، از اون بر بهش میگن مرد با غیرت، خوش غیرت، چون که خانمش رو دو دستی داده به رجبی. نگاه کنید دوستان، هم گشاد گشاد را میرن، هم اینجوری. ببینید اینا 6 نفرن، 1 2 3 4 5 6، این نفر هفتمی مال پشت، ردیف پشت. ببینید کلن چقدرن، کجا؟ فرانسه، مرکز اروپا، که هر کسی با اتوبوس، با ماشین خودش، با قطار، با هواپیما میتونه برسه اونجا. بعد آقای ترشیزی میگه خب تعداد کم بود چون اینها، چون سرد بود هوا. گفتم خب پس چرا حالا تظاهر؟ نگاه کنید دوستان، تابلوها رو نگاه کنید، خودشونو مسخره کردن، چون آدم ندارن تابلوها رو هی بزرگتر میکنن. اینم تموم شد، اینم تظاهرات مجاهدین. گفتم آقا بگو به دلیل اینکه پیرزن هستن و پیرمرد هستن، هر وقت که درجه حرارت 10 درجه بالاتر از سنشون بود بیان بیرون. یعنی من اگر 60 سالمه، هر وقت درجه حرارت 70 درجه فارنهایت بود بیان بیرون، و الا امروز که سرده اینو پوشیدم قشنگ بشینم توی خونه حرفم نزنم. بعدم شما تازه میری تو فرانسه اعتراض میکنی، دولت فرانسه‌ای که سالها هم به عراق اسلحه فروخت، هم به عراق خلبان کرایه میداد، هم به ایران اسلحه میفروخت، هم با هم معامله میکنن، شما از اینا چی میخواین؟ و ای داد بیداد که بعضیا امیدشون به مجاهدینه، ای داد بیداد که بعضیا امیدشون به آقا رضا تنبله، ای داد بیداد که بعضیا امیدشون به این شخص معتادیه که راه افتاده، شما پول بده من تو خیابون بچرخم. بعدم یه دوربین اینجوری گرفته دستش، با یه چوبی، با یه تلفنی تو خیابونا راه میره. خب که چی؟ اون که چی؟ چه باید کرد؟ هیچکس پاسخی نداره. یه فیلمی هم هست راجع به مریض بودن شاه یا قتل سیاسی، که اون آقای کلهور به اصطلاح درستش کرده. سعی میکنم اگه بشه یه مصاحبه هم با ایشون داشته باشم. ساعت 3:58 است. یکی دو تا دیگه از این چیزها رو براتون میخونم. این دوستمون نوشته: آیا از این گروه اطلاعی دارید؟ کلیمیان که خود را صاحب عقیده ناب میدانند این شعارها را میدهند. این در آمریکاست. بله، اینها تو نیویورک هستن، ما دو بار با اینها مصاحبه کردیم. همین آقای محمد علی ابو قداره دوست ما، وقتی که تلویزیون Fairfax Public Access بودیم، تلویزیون چشمنداز، و متاسفانه اون فیلم ها چون دیجیتال نیست و قدیمی هست و
اینها و هیچ کس نمیدونه دست کی هست و چجوری باید بگیریم ما نداریم، ولی من اینا رو میشناسم. اتفاقا اینا ارتودکس هستن، اینا کسایی هم که میگن طبق کتاب تورات کلیمی ها سرزمینی ندارن، قوم سرگردان هستن، یعنی حقیقتا مثل که خدا ازشون ناراحته وقتی اینا به عیسی به موسی پشت کردن و اینها، بعد خدا گفته آقا برید همتون گم بشین. بله. حالا اونجایش که به دیگران حمله میکنن من این کار رو قبول ندارم، همون جوری که اون روز به خانم محبوبه حسین پور گفتم کار شما اشتباه هست، به نظر من کار اینا هم اشتباه هست که به دیگران میگن شیمانیو شیمانیو. اینا با وجودی که طرف کلیمیه و از اون کلیمی های هم هست که این گیسای اینجاش میبافه و اینا، پرچم فلسطین رو گرفته دست و میگه فری فری فلسطین، یعنی فلسطین رو آزاد کنی. بعد به اونایی که تو تظاهرات شرکت نمیکنن میگه شیم آن یو، یا به اونایی که رفتن تظاهرات کردن. احتمالاً این نزدیک آپارتمان ترامپ هم باید باشه، چون ترامپ یه کار بزرگ بدی رو انجام داده، حالا باید توی دنیا منتظر به اصطلاح عواقبش باشیم. دوستان عزیز من همینجا ازتون خداحافظی میکنم، امیدوارم ساعت 5 ارتباط ما با این جوان دانشجو برقرار بشه تا یک مصاحبه خوبی داشته باشیم، اگر نشد روزی دیگر و برنامه دیگر. حمایت از تلویزیون مردم رو فراموش نکنید. همین الان یه دوستی نوشته آقا ما یه سری آدم هایی هستیم که فعالیت میکنیم ولی پول آنچنانی نداریم، اگر امکان داره شما برنامه ما رو مثل تلویزیون های دیگه مجانی نشون بده. نه عزیزم، دوره ای که ما مجانی نشون دادیم سر شد، گذشت، رفت. اونایی که برای شما کار مجانی انجام میدن ازشون بپرسید از کجا پول میارن، اونا شما رو سر کار گذاشتن. در صورت نخیر، ما نرخمون از 2006 تا حالا همین بوده، نرخمون کم هست، زیادش نکردیم که هر کسی بتونه انجام بده و این رو من نمیپذیرم. بنده که خودم پناهنده بودم حاضر بودم اون موقعی که پول آلمان مارک بود، حاضر بودم 100 مارک 50 مارک بدم به یه نفر که چند دقیقه اجازه بده ما صحبت کنیم. شما دوستان ببخشید اینو میگم، اگر بخواین واقعا مخارج رو در بیارید، هزینه رو پرداخت کنید، میتونید. شما وایسید کنار خیابون، مگه برای مجاهدین پول جمع نمیکردید؟ امروز جدا شدید از مجاهدین، وایسید همون روش مجاهدینی که پول جمع میکردن دروغ میگفتن، شما دروغ نگید، پول جمع کنید، هزینه‌تون رو پرداخت کنید. متاسفم ما سرویس‌های مختلفی داریم، شما میتونی بیای روی فیسبوک آگهیتو بذاری 10 دلار، ولی من کار مفت انجام نمیدم، چون وقتی کار مفت انجام بدم شما رو مفتخور میکنم و این مفتخوری پدر ما رو درآورد. مفتخوری پدر ما رو درآورد در هر رابطه‌ای که بگی. دوستان عزیز ممنونم که ما با بودید، روز روزگار بر شما خوش. جمعه ساعت 12 ظهر به وقت نیویورک با دوستان از کانون آوا برنامه رو شروع میکنیم، یا خودشون هستن یا ویدیوهایی که تهیه کردن. 2 بعد از ظهر سربی با مردم، 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد برنامه در رابطه با بهایان و کتابشون صحبت میکنه، و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. اگه اشکالی در تصویر، کیفیت تصویر فیسبوک بود، ازتون عذر میخوام. من بعد از برنامه معمولا فیسبوک رو ور میدارم و کیفیت یوتیوب که 5 برابر 6 برابر بهتر از اونه براتون میذارم. شما برنامه یوتیوب رو که میبینید روی فیسبوک نظر بدید. با تلفن بذارید، تلفن الان اینجا بهتون بگم، تلفن 202-695-2573 زنگ بزنید، نظر بدید، راجع به چیزهای دیگه صحبت کنید و بی تفاوت نباشید. این بی تفاوتی از همه چی بدتره. شاید بشه بی تفاوتی و مفتخوری رو دو تا رکن اصلی که زندگی ما رو خراب کرده به اصطلاح اسم ببریم ازش. بازم ممنونم که با ما بودید. روز روزگار بر شما خوش.